به نام و یاد ایزد متعال با عرض سلام و صبح بخیر به این برنامه آغاز روز با من احمد شعیب صدیقی خوش آمدین. امروز چهارشنبه 28 سرطان سال 1396 خورشیدی که برابر می شود با 19 ماه جولای سال 2017 میلادی. در این برنامه آغاز روز تا 3 ساعت دیگر به اتفاق همکارانم به تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان و همچنان به بحث و بررسی موضوعات مختلف و مهم با آگاهان امور می پردازیم. در بخش اول برنامه آغاز روز در خصوص وضعیت امنیتی ولایت بغلان و دفع شدن حملات طالبان از سوی نیروهای امنیتی صحبت خواهیم داشت. در کنار این تا نیم ساعت دیگر به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت و همچنان در مورد گشت و گذار موترهای شیشه سیاه در کابل که هرچند روز گذشته شماری از نهادهای مدنی در کابل پایتخت گرد هم آمده بودند و در این مورد شعار سر می دادند و طرح‌هایشان را بیان کردند همچنان بحث گفتگوی خواهیم داشت. ساعت 8 رئیس برق کابل مهمان برنامه آغاز روز است و در مورد شکایت مردم از پرچاوی‌های برق در شهر کابل صحبت می‌کنیم و همچنان شما می‌توانید تماس بگیرید الا ساعت 9 و در مورد وضعیت بجا شدگان داخلی در قندوز همچنان با یکی از نمایندگان مردم قندوز در مجلس بحث و گفتگوی خواهیم داشت و در مورد حمایت جامعه جهانی از چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور با یکی از اعضای نهادهای ناظر بر روند انتخابات در اخیر برنامه بحث و گفتگوی خواهیم داشت. در اول میپردازیم در خصوص وضعیت امنیتی ولایت بغلان به ویژه ولسوالی هایی که اکنون گراف تهدیدات امنیتی بلند است و وضعیت مردم بیشتر نگران کننده گزارش میشد. آقای قیس ظهیر آگاه امور سیاسی را با خود در استودیو داریم. آقای ظهیر سلام، بسیار خوش آمدین. در ابتدا کلا یک معلومات کلی را بکنین از وضعیت بغلان که چگونه است؟ در قدم نخست عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز شما و آرزومند هستم یک روز خوش با صلح و صفا آغاز کرده باشن. ولایت بغلان از بیشتر از 3 سال میشه در یک ناامنی به سر میبرن مردم ولایت بغلان و دیروز حادثه دیروز اتنا دیروز نبود. شما از روز پنجشنبه ببینید در چشمه شیر هم تو مشکلات ایجاد کردن و در پریروز هم در قسمت دشت کیلگی هم تو قطار را دم روشه گرفتن، تانکر تیر را با آتش کشیدن و دیروز حمله داشتن با ولسوالی ولایت بغلان، بغلان مرکزی که در مناطق امام قطیبه بودن و حتی شب در سرکی ولسوالی بغلان مرکزی آمدن. در سرک 6 فابریکه هم دینه روز مشکلات ایجاد کردن و جنگ جریان داشت. در منطقه بالادوری بغلان هم جنگ جریان داشت. در 4-5 منطقه جنگ جریان داشت و این باعث ازی شده که مردم وقت حاصلات و کشت زراعتشان از رسیدگی کردن اتانن و مردم در ترس و حراس زندگی کنن و ضربه اقتصادی ببینن. بله دقیقاً شما فرمودین که حدود بیش از 3 سال میشه که یک چنین نبردها ادامه داره در ولایت بغلان، اما مشخصاً از شدت یافتن این نبردها بگوین که از چه زمانی دوباره شدت پیدا کرده؟ گروه های دشد افغان ها همیشه شما ببینین در مناطق که زمستان سرد می داشته باشه در اونجا فعالیت هایشان کمتر میشن چون نمیتونن به محیط یا جغرافیه برشان مساعد نمی باشه و هوا اگر تغییر میکنن گرم میشن و فضا برشان خوبتر مساعد میشن و منطقه دندغوری ولایت بغلان به خود یک مرکز یا مرکز به خود ساختن، از همون جایی تجهیز میشن، تعمیل میشن، آموزش میبینن، حتی محاکم خود در اونجا وجود دارن. در پهلوی ازی در ولسوالی برکه هم هستن و دیگر ولسوالی هم ناامن هستن و مناطق دیگر هم ناامن میسازن. گروه های دشت افغان ولایت بغلان همبستگی با دیگر ولایت هم دارن. اگر در ولایت قندوز ناامنی ایجاد میشه وقتی که نیروهای حمایتی میخواد به ولایت قندوز بروند از این مناطق ولایت بغلان قطع میشن، برشان مانع ایجاد میشن، یا در مناطق جری خشک میبراین، یا در خود بالادوری میبراین، یا در منطقه خود ولسوالی مرکزی میبراین، یا در مناطق نارسیده علی آباد برشان میبراین، مشکلات ایجاد میکنن و نمیمانن چون یا بین خود بسیار هماهنگی خوب دارن. اگر برنامه بالای ولایت بغلان داشته باشن همین دشت افغانان ولایت قندوز میان به همکاری دشت افغانای ولایت بغلان و در کل میبینیم که جنگ افغانستان جنگ
داخلی نیست و میدونیم که کشورهای هستند دخیل هستند در ارساها و روی آوردن به جنگ نیابتی بر اساس منافع خود می جنگن. مهم ای است حکومت باید مسئولیتش است که امن بر مردم بیارن، در پالوی امن برن به طرف ثبات و ولایت بغلان و اینی امیدواری در بین مردم نامید هستند، بخاطر از ای که ای یک روز نیست، اولین روز نیست، دومین روز نیست. اگر خاموشی گروه های دشت افغان به این مفهوم نیست و سرکوب شدن و آمادگی بر جنگ دیگر میگیرن و امین حال هم اگر خاموش شدن به این مفهوم نیست که و خاموش هستن، در اون مناطق در اونجا حضور فیزیکی دارن. حکومت باید در برنامه جنگ خود در ولایت بغلان تجدید نظر بکنن، در با حکومت محلی که اشخاصی هستن در راجع به ازوا تجدید نظر بکنن، چون و منتظر هستن چه وقت گروه های دشت افغان عمله میکنن و یا دفاع بکنن و بسیار افتخارانه باز در رسانه ها ظاهر میشن میگن که خوشبختانه نتونستن که بگیرن و ما شکست دادیم و رسواری رو گرفتن نتونستن. گروه های دشت افغان به هدف گرفتن یک مناطق نمی جنگن و موقتی می جنگن، مصروف می سازن مردم، نیروهای امنیتی ما رو خسته می سازن، چون او استراتژی از وا ایجاب میکنن. اگر وا جنگ به جنگ جبهی روی بیارن، مصارفشان بلند میرن و تلفات بیشتر میبینن. شما ببینین در آمار ملل متحد که یورو ما چند روز قبل نشر کردن، آمار دشت افغان ها یا گروه های ضد دولتی کمتر از نظر به آماری که مردم ملکی صدمه دیدن. 1602 نفر افراد ملکی شهید شده و 3500 نفر افراد ملکی زخمی شدن. یعنی اینجا جنگ مردم عوام ضربه میبینند در اینجا. حالا در مورد اقدامات که تا کنون صورت گرفته به خاطر دفع حملات گروه های حراس افغان، به ویژه در نقاطی که بیشتر گراف تهدیدات امنیتی بلندتر شده در ولایت بغلان چی بوده و در گزارش هایی که همکاران ما از ولایت بغلان تهیه میکنه همواره از وضعیت مردم گزارش های بسیار نگران کننده و شکایت آمیز به نشر میرسه. حالا حکومت محلی در ولایت بغلان و همچنان نیروهای امنیتی، نهادهای مسئول امنیتی در ولایت بغلان آگاهی کامل از امور ولایت بغلان و از وضعیت مردم دارن. اقدامات تازه که روی دست گرفتن، اطلاعاتی که در این مورد شما به دست آوردین چه است؟ حاکمان محلی همیشه کوشش میکنن وضعیت گل و گلزار به حکومت مرکزی اطلاعات بدن، چون به خاطر که اگر زیادتر یا گزارش بدن که ناامنی هستن یا مردم در تشویش به سر میبرن، بقای خودشان در تزلزل میشن و این فریبی که یا میکنن حکومت مرکزی را در خلای ملامتی قرار دادن و باعث ازی شده فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شود و مردم بالای حکومت مرکزی ناامید شوند و فکر کنند که یک دسیسه هم وجود داره که نمیخوان که با این چالش ها یا مبارزه بکنن. فقط نیروهای داخلی محلی رو آوردن به حالت دفاعی، چی وقت گروه های دشت افغان اگر حمله میکنن و یا دفاع میکنن و در پهلوی ازی گروه افراد غیر مسئول وجود هم دارن. بعضی اشخاص افراد مسئول غیر مسئول همکار هستن به گروه های دشت افغان در انتقال مواد تجهیزات، اگر در انتقال زخمی های از این گروه های دشت افغان همکاری میکنن. در پهلوی ازی بعضی مسائل هستند، مثلا قاچاق مواد مخدر در اونجا وجود داره، قاچاق آثار باستانی. ولایت بغلان از لحاظ موقعیت استراتژیک یک موقعیت حائز برخوردار است، تانسته که ولایت شمال و شمال شرق به ولایت مرکزی و پایتخت وصل بکنند. هرگاه در ولایت بغلان مرکزی و بغلان ناامنی ایجاد شوند، شما میبینید در مناطق بدخشان قیمت هم بلند میره، در ولایت تخار هم قیمت بالا میرن و مردم نمیتونن به ولایت های خود بروند، آزادانه سفر بکنن. وقتی که از این مناطق عبور میکنن با ترس هراس زندگی میکنن یا عبور میکنن. خوبتر از این است که حکومت برنامه خود تجدید نظر بکنن. در عرصه های حکومت محلی کسی که ناکار هستن باید در او عرصه غور بکنن که چرا نمیتونن برن به امنیت، چرا یک گروه های در دشت افغان سرکوب نمیشن، در 5 کیلومتری شهر پلخمری بیرق سفید طالبا دیده میشه و از اونجا تجهیز میشن. خوبتر میتونن منطقه چشم شیر نامن بسازن که شارای سمنگان و بغلان است. شما میبینین که به امیال بغلان مرکزی که آمدن نامنی را ایجاد کردن در سه منطقه دیم نروز جنگ عملا وجود داشت که بالا دوری
سرک شش فابریکه و در پالی ازی در ولسوالی بغلان مرکزی. اینجاست که شهرهای کابل، قندوز، بدخشان و تخار قید ساختن مسافرین در اونجا گیر مانده بودن. آیا این مردم امشب چی به کدام ترس ایراس زندگی کردن و هر لحظه فکر میکردن راکت کور میان بالای سر از جای ثابت میکنن؟ شب گذشته همچنان حملات بالای ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان صورت گرفته بود. در تازه ترین موارد اطلاعات که شما به دست آوردین وضعیت اکنون چگونه است؟ من با مردم محل که صحبت کردم، با ولسوالی محل مرکزی که در تماس هستیم و دوستای ما هستن، گفتن فعلا خاموش است. لیکن شب جنگ های چریان داشت به شکل پراگنده و حتی حراس وجود داشت که میشه نیروهای امنیتی در این شب نتانن مقاومت بکنن و پا به فرار بگذارن و یا مقاومت کردن، اما خود چوک یا همیشه در رسانه ها میگن در دست ماست، چوک ولسوالی بغلان مرکزی در دستشان هستن و گروه های دشت افغان در چهار اطراف حضور دارن. شما در صحبتاتون در خصوص شهرها همچنان اشارات کوتاهی داشتین، اما اگر مفصلتر این موضوع رو توضیح بدین که اکنون شهرها در ولایت بغلان چگونه است، مردم با چگونه یک وضعیت عبور و مرور دارن؟ من از مردم که پرسیدم، مردم محل گفتن که مردم عبور و مرور کردن نمیتونن، شهرها برای مردم بسته هستن و حکومت اگر گزارش بدن که فعلا در کدام وضعیت است مردم، آیا مردم تانستن که عبور کنن؟ چون در سیمند موقعیت اما یک سرک جاده افتاده و حکومت ایا مصروف ساختن به جنگ. جنگ از او بسیار تکنیکی و استراتژیک است. وقتی که به ولسوالی مرکزی حمله میکنن و بسیار به مسجد امام قطعیبه در خود ولسوالی مرکزی جریان دارن، دو خط میرسن. وقتی که نیروهای کمکی میخواین بروند، در دو قطار دیگر، در دو موقعیت دیگر یار قیچی میکنن و جنگ تکنیکی میکنن. حکومت باید بدانن که ما چگونه بتونیم هماهنگی بین خود داشته باشیم. در صورت ضرورت حتی از ولایت همجوار کمک بخواین. شما میبینین گروه های دشت افغان از ولایت همجوار خود کمک میخواین، یا باید بین خود هماهنگی داشته باشن، یا متاسفانه حتی در بین پلیس محلی و پلیس ملی و بین اردوی ملی هماهنگی بعض ساعات وجود نداره. اگر حمله بالا یک پوسته میشه و میبینین که اگر نیروهای دیگر هم وجود دارن و خاموشی اختیار میکنن. بدبختی در اینجا از قربانی اصلی از این مردم عوام هستند و مردم ضربه اقتصادی را میبینند. امید است که حکومت تجدید نظر کنه سر برنامه های خود و نمایندگان ولایت بغلان که در کابل حضور دارند باید یا لابی گیری بکنند و صدای مردم بغلان انتقال بدن. و متاسفانه اکثریت نمایندگان ولایت بغلان خاموشی اختیار کردند، تا بالا چی نداشتن. شما اگر شاهد باشین، هر بعض ولایت ها حتی بانوانشان نمایندگانشان در مجلس نمایندگان اشک میریزند، مجلس عمومی را عاطفی می سازن، جلب توجه میکنن. در متاسفانه نمایندگان بغلان حتی این مهارت هم ندارن. حالا در کنار این مسئله فکر میکنین که تا کنون تاثیرات بد ناامنی در ولایت بغلان به ویژه در خصوص چگونگی عرضه خدمات برای مردم چقدر تاثیرات منفی داشته، به ویژه در خصوص خدمات صحی و همچنان چگونگی عرضه خدمات تعلیمی؟ مسئولیت حکومت است که باید به مردم ارزای خدمات صحی داشته باشه، خدمات معرف داشته باشن و مردم به یک رفاه برسن. متاسفانه در این عرصه ها، در عرصه معرف هم کیفیت خوبی برخوردار نیست و شفاخانه مرکزی که ولایت بغلان آنقدر مردم که برش مراجعه میکنه کفایت نمیکنه، باید توجهی بیشتر کنن که بستر برشان بیشتر مساعد کنن و دکترونی متخصصین بیشتر برشان جلب بکنن و ادویه بر اون مردم داشته باشن، چون مردم افغانستان در مجموع و ولایت بغلان در فقر زندگی میکنن. بیشتر از چهار سال است ولایت بغلان در جنگ به سر میبرن و در یک ولایتی که جنگ باشن و مردمشان پیشیشان زراعت باشه و نتونن که از حاصلات خود بهره برداری بکنن، فقر حاکم است در ولایت بغلان. زمانی که فقر حاکم شوه و خوبتر گروه های دشت افغان از یا سربازگیری میکنن و در به خاطر خود از این جوانان از اون ولایت استفاده بکنن. شما ببینید در ولایت بغلان گروه های دشت افغان از دیگر
گروه ها بین فرامنطقه ای حضور دارند، گروه جندلا، لشکر طیبه، گروه های القاعده و طالبان حضور دارند و به خاطر که خوبتر تانسته باشند بستر بسازند و از این جوانان استفاده می کنند. چند پیش مردم در ولایت بغلان از وجود افراد مسلح غیر مسئول بیشتر شکایت داشتند و قابل نگرانی می دانستند این مسئله را. و این مسئله از سوی نهادهای مسئول امنیتی در ولایت بغلان تا کنون چقدر پرداخته شده و آیا همون نگرانی که در گذشته وجود داشت اکنون همچنان وجود داره یا خیر؟ گروه های غیر مسئول حضور داره، افزایش پیدا کرده، حتی بعض نمایندگان ما هستند در تقوی می افراد غیر مسئول همکاری دارن و از او مدافعین هستند و در صدد ازی هستند که فضا را دیگر نامن بسازن و یا خوبتر یا در اونجا حاکم شوند بالای گرده های مردم. و این تشویش رفع نشده در ولسوالی ها و در مناطق مرکزی و خود ازی باعث ازی شده که ناامنی بیشتر شود و گروه های دشت افغان و خوبتر حضور پیدا کنند. چقدر خواستن که جلوگیری بکنن از وجود افراد مسلح غیر مسئول و یا جمع‌آوری بکنن سلاح هایشان را؟ یک چنین پروسه تازه وجود داشته؟ نه خیر، هیچ چنین پروسه وجود نداشته. برنامه چنین چیزی نیست و قمندان محلی و غیر مسئول همه روزه تعداد عساکر سربازایشان بیشتر میشن، چون فقر حاکم شدن و جوانان را به یک نحوی به یک نامی به خود میکشنن و تفنگ بالا شانه از او میگذارن و ناامنی میکنن، قتل بالا از او میکنن و خود از او دشمندار میشه در اون منطقه، دیگه مجبور است با او قماندان سر داشته. که اگر برنامه های مشخصی در این خصوص تهیه شود و قابل اجرایی همچنان باشه، چقدر فکر میکنین که در شرایط امنیتی که اکنون ولایت بغلان به سر میبره پروسه جمع‌آوری سلاح های غیرقانونی بتونه یک نتیجه مثبت بده؟ من به یک طور مثال براتون میگم، در یک ولسوالی 30 نفر پلیس در تشکیل خود دارند و گروه های غیر مسئول بیشتر از 300 نفر هستند. به طور مثال در برکه شما ببینید افراد غیر مسئول هم وجود دارند، دشت افغان هم وجود دارند و نیروهایی که پلیس در اونجا هستند قابل نیستند که بتانند که او مردم دم روی جلوشان بگیرند، چون وا مسئله به سلاح های سنگین و خفیفه هستند. وقتی که وا در شهر بازار میگردن با لباس های شخصی میگردن و تفنگ بالای شانهشان هستند و هر لحظه خواسته باشن با خود قماندانی ولسوالی حمله کرده میتانند و او را تهدید میکنن. حکومت های محلی به حالت تضرع هستند در مقابل از وا. در مورد خیزش های مردمی اگر بگویید، این پروسه در ولایت بغلان چگونه است و آیا نتیجه داده یا خیر؟ خیزش های مرکزی ملی پاتون کنون که به نام ازی یا نتیجه خوبتر ندادن، به این نام ها پول میرن، کمک میگیرن، انازه به غلی حکومت پس استفاده میشن. چی میکنن؟ بالای حکومت پس یاستاد میشن. اگر مقطعی حضور پیدا میکنن و استادگی میکنن، پس آن پس همی تفنگ بالای حکومت استعمال میشن، چون وا از نوک تفنگ نان پیدا کردن، دیگه پیشه ندارن و میبینن اگر جنگ نباشن یا نان ندارن، در جنگ نان خود در دوام جنگ نان خود پیدا میکنن. خیزش های مردمی اگر بیشتر وضاحت را بکنیم، چون خوب است بحث معلوماتی همچنان در این خصوص باشه که همه چیز اگر روشن‌تر شود بیشتر، در چگونه یک شرایط امنیتی خیزش مردمی در کنار نیروهای امنیتی می ایسته؟ من خودم شخصا طرفدار از این نیستم که تفنگ به مردم عوام توزیع شود، چون ما نیروهای امنیتی داریم، امی مردم اگر میخواین تشکیل نیروهای امنیتی خود افزایش بدن، در اصول نظامی را بیاموزن، آموزش ببینن و در چارچوب حکومت بیاین در پالی حکومت استاد شوند. به نام خیزش های مردمی، به نام افراد اربکیا یا پلیس محلی، خود از این باعث از این شدن که ناامنی میکنن، دشمنی های خود پیش میبرن، از مردم به زور باش میگیرن و خود تقویه از او میکنن و مردم ناراض ساختن و مردم وقتی که ناراض میشه و عدالت در یک جامعه نمیباشه، خود به خود مردم به طرف اوخوان خود پیدا میکنن. اوخوانشان کسانی هستن که تروستا هستن و تروستان میگن ما به شما حکومت برتان میاریم، ما به شما عدالت برتان میاریم و اگر در یک محاکم شما به طور مثال برتان بگویم یک دوسیه به 3 سال فیصله نمیشه، وقتی که طالبا یک کاغذ سفید جلب برشان روان میکنن که بیاین در محاکم ما حاضر شوین، مردم حاضر میشن، همون لحظه اگر منصفانه است نیست فیصله میشه
خود ازی باعث ازی میشه که نیروهایی که محلی هستن باعث ناامنی میکنن و زمینه رو بستر به گروه های دشت افغان میکنن. باید حکومت در استراتژی جنگ خود توجه داشته باشند و افراد غیر مسئول باید جلوگیری کنن. امی افراد غیر مسئول بنام ملی پاتون کنون که ای اشخاصی هستن در قاچاق مواد مخدر دست دارن. دین روز پری روز هم یک فرد خیز خانم خود کشت و وقتی که پلیس بخوای او رو بگیره او میره بالای کو بالا میشن. از این قماندانان محلی میرن از او حمایت میکنن و خوب تر تفنگ بر از او میتن و هیچ کس او رو پایان کردن نمیتن. در مورد جوانان اگر بگوین آنان که بیشتر بیکار هستن، آیا آنان پیوستن به گروه های مخالف چنین گزارش های وجود داره یا خیر؟ در ولایت بغلان نمر حزب تحریر بسیار فعال است و حزب تحریر بسترسازی میکنه، فکرسازی میکنه و جوان تشویق و ترغیب میکنه مستقیم یا غیر مستقیم با گروه های دشت افغان بپیوندن، چون وا برنامهشان، صحبتهایشان ضد حکومت است و خود بیکاری باعث ناامنی میشه. هرگاه برنامه های اقتصادی در بغلان روی دست گرفته شوه، جوانان تحصیل کرده در بغلان هستند و از ولایت همجوار هستند و اونجا کار بکنن و منافع اقتصادی از شریک شوه، خود از این بستر اقتصاد کار را مساعد میسازه و همکاری بین حکومت و مردم را مساعد میسازه. در مورد همکاری مردم اگر بگوین که مردم چقدر نزدیکی با حکومت محلی در ولایت بغلان دارن، چقدر یک همکار خوب ثابت شدن و حکومت محلی چقدر خواهان ازی هستند که بویژه در خصوص تامین امنیت ولایت بغلان و در کل ولسوالی هایی که اکنون در سر تهدیدات بلند امنیتی به سر میبرند، چقدر خواهان همکاری مردم بودند؟ حکومت و حاکمیت یک چیز، حکومت یک چیز عینی است و حاکمیت یک چیز ذهنی است. ذهنی وقتی بار میآید که اعتماد خلق شود. حکومت های محلی نتونسته به مردم اعتماد ببخشند. اگر شما با ما همکار هستین، شما در امن زندگی میکنین. متاسفانه زمانی که اگر مردم محلی همکاری میکنن، این افشا میشه و او گروه های دشت افغان در اون منطقه مسلط میشن و او رو جزا میدن بر بار عبرت در محضر عام و دیگران که عبرت میگیرن میبینن به چشم سر دیگر جرات نمیتونن کرده با حکومت مرکزی هم کار داشتن. سپاسگزارم از حضورتان آقای قیس زهیر، آگاه امور سیاسی. سلامت تشکر باشد. از شما همچنان سپاسگزارم که تاکنون همراهیمون کردید. بعد از وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم. سلام، صبح بخیر. به برنامه آغاز روز خوش آمدین. حال مروری داریم بر روزنامه های چاپ امروز کابل. 8 صبح، منابع دولتی به 8 صبح، دوستم میتواند با قبول حصر خانگی و دادگاهی شدن برگردد. در 6 ماه امسال 2500 هزار مهاجر برگشتند. جایگاه افغانستان در رتبه بندی شاخص های کسب و کار و بانک جهانی. راه اندازی کمپاینی برای استفاده از میوه های تازه داخلی. قزاقستان در جلوگیری از کمک روانی افغانستان را کمک می کند. افزایش حملات هوایی امریکا علیه طالبان و داعش در افغانستان. دردهای تدارکاتی یک رهبر. عناوین است که در روزنامه 8 صبح به نشر رسیده است. منابع دولتی به 8 صبح، دوستون میتواند با قبول حصر خانگی و دادگاهی شدن برگردد. دو منبع مهم و معتبر حکومتی در گفتگو با روزنامه 8 صبح تایید کردند که اجازه نشست به هواپیمای حامل جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، به میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر مزار شریف داده نشده است. این منابع میگویند که دولت افغانستان به این باور است که اگر جنرال دوستم به کشور باز میگردد، باید در خانهش در پایتخت بماند و در نهادهای قضایی و اتهامهایی که بر وی وارد شده پاسخگو باشد. این منابع تاکید کردند هرگاه جنرال دوستم دوباره به افغانستان برگردد،
بایست هم مانند گذشته در خانهش در کابل حصر خانگی قرار گیرد تا روند تحقیقات از وی و محافظانش در رابطه با قضیه احمد اشچی تکمیل شود. این دو منبع حکومتی که با روزنامه هشت صبح گفتگو کردند تایید کردند که خبر جلوگیری از نشست تیاره حامل جنرال دوستم و مزار شریف واقعیت دارد. این منابعی که از افشای هویتشان خودداری کرده اند می گویند که جنرال عبدالرشید دوستم شب سه‌شنبه قرار بود با یک هواپیمای کوچک در میدان هوایی بلخ فرود آید، اما بنابر دستور مقام‌های دولت افغانستان و با همکاری نیروهای آلمانی مستقر در میدان هوایی بلخ و هواپیمای حامل آقای دوستم هشدار داده شد تا یا در کابل فرود آید و یا هم قلمرو هوایی افغانستان را ترک کند. و گفته این منابع در پی این هشدار هواپیمای حامل آقای دوستم در اشقاباد پایتخت ترکمنستان فرود آمده و بعد از سوختگیری دوباره به سمت ترکیه پرواز کرده است. گفته می شود شب سه‌شنبه عطا محمد نور والی بلخ یکی از اعضای ائتلاف جدید که در ترکیه میان وی جنرال دوستم و محمد محقق شکل گرفت نیز در میدان هوای بلخ به منظور پذیرایی و خوش آمدگویی و جنرال دوستم حضور یافته بود. این منابع معتبر حکومتی می افزاید که جنرال دوستم بدون هماهنگی با دولت افغانستان وارد قلمرو و فضای کشور شده بود و به همین دلیل به هواپیمای حامل وی در بلخ اجازه نشست داده نشده است. روزنامه هشت صبح با وجود تماس با چند تن از نزدیکان آقای دوستم نتوانست این خبر را تایید کند، اما دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری و عطا محمد نور والی بلخ خبر پرواز جنرال دوستم به هدف عزیمت به مزار شریف و بازگشت دوباره آن به ترکیه را رد کردند. در بیانیه‌ای که توسط دفتر آقای دوستم منتشر شده آماده است، معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هنوز در شهر انقره در جمهوری ترکیه بسر می‌برد و برای بازگشت به وطن در چند روز آینده تصمیمی نگرفته است. دفتر مطبوعاتی جنرال دوستم گفته است که معاون اول ریاست جمهوری در آینده نچندان دور به افغانستان باز می‌گردد و در مراسم اعلام رسمی شورای ائتلاف برای نجات افغانستان شرکت خواهد کرد. این اداره تاکید کرده که معاون اول ریاست جمهوری همیشه هنگام سفرهایش از بیرون به داخل کشور اداره هوانوردی و ریاست دفتر خود را در جریان می‌گذارد. تلفات سنگین دهشت افغانان در عملیات‌های تعرضی. هشت صبح کابل. در نتیجه عملیات‌های تعرضی و تهاجمی نیروهای امنیتی بر موازی جنگجویان گروه‌های طالبان و داعش در کشور، تلفات سنگین به این دهشت افغانان وارد شده است. وزارت دفاع میگوید این عملیات ها که به منظور سرکوب و نابودی دهشت افغانان در برخی از ولایت ها و مناطق ناامن را اندازه شده بود، در آن 119 تن از دهشت افغانان به شمول 4 فرمانده گروه طالبان کشته شدند. این وزارت از زخمی شدن 48 دهشت افغان و بازداشت 10 تن دیگر نیز در این عملیات ها خبر داده است. با گفته وزارت دفاع در ادامه عملیات پاکسازی در ولسوالی ناوی ولایت هلمند 24 تن از افراد طالبان کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. در این عملیات 12 اراده وسایل نقلیه طالبان به دست نیروهای امنیتی افتاده و همچنین 3 باب ذخیره‌گاه و ساخت ماین تخریب شده است. عملیات پاکسازی ولسوالی ناوه که از مدت‌ها به این سو در کنترل طالبان قرار داشت اخیراً آغاز شد و مقام‌های امنیتی می‌گویند که کنترل آن به دست نیروهای امنیتی افتاده است. همچنین در ولسوالی‌های قره‌باغ و گیرو ولایت غزنی نیز 22 تن از دهشت افغانان کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع یک روز قبل اعلام کرد که عملیات را تحت نام مشعل برای پاکسازی ولسوالی گیرو از روز یکشنبه آغاز کرده است. در ولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا نیز تلفات سنگینی به افراد طالبان وارد شده است. قزاقستان در جلوگیری از جنگ روانی افغانستان را کمک می کند.
8 صبح مقام های دولت قزاقستان اعلام کردند که آنان برای جلوگیری از ادامه جنگ روانی که از سوی گروه های تروریستی در این کشور را اندازه شده است دولت افغانستان را کمک می کنند. زوما کانوف ولادیمیر زینوویلیچ همکار خاص رئیس جمهور قزاقستان و سکرتر شورای امنیت ملی آن کشور در دیدار که با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان داشته است میگوید که کشورش حاضر است برنامه مناسبی برای جلوگیری از جنگ روانی در افغانستان ارائه کند. او تاکید کرده که قزاقستان در این زمینه تجارب خود را با دولت افغانستان شریک میسازد. این مقام دولت قزاقستان همچنین به تحکیم روابط میان افغانستان و کشورش تاکید کرده میگوید که افغانستان در سیاست خارجی قزاقستان از جایگاه خاصی برخوردار است. قزاقستان که به تازگی عضویت غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل را به دست آورده است به هیئت دولت افغانستان وعده داد که در نشست های این شورا از روند صلح در افغانستان و دیگر اولویت های کشور حمایت خواهد کرد. قزاقستان همچنان از عضویت افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای اعلام حمایت کرده است. همچنین محمد حنیف اتمر که روز دوشنبه در رأس یک هیئت دولتی به قزاقستان رفته است میگوید که گروه های تروریستی در منطقه از راه های قاچاق مواد مخدر پول به دست می آورند. او بر جلوگیری قاچاق مواد مخدر در منطقه تاکید کرد. افزایش حملات هوایی آمریکا علیه طالبان و داعش در افغانستان. حملات هوایی نیروهای آمریکایی علیه دهشت افغانان طالب و گروه داعش در افغانستان به سرعت افزایش یافته است. ارقامی که روز سه‌شنبه توسط نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا انتشار یافته نشان می‌دهد که تعداد حملات هوایی در وسط سال از مجموع حملات در سال گذشته بیشتر می‌باشد. با گزارش دوچویلی ارتش ایالات متحده آمریکا برای این ارقام تعداد مرمی‌های شلیک شده را حساب کرده است نه شمار پروازها را. بر اساس این آمار پیلوت‌ها تا 30 ماه جون 1367 راکت و یا بم پرتاب نمودند. این در حالی است که رقم مجموعی راکت‌های شلیک شده در سراسر سال گذشته 1337 بوده است. با این ترتیب شدت حملات هوایی دوباره به میزان سال 2012 یعنی هنگام رسیده است که 800 هزار سرباز آمریکایی در افغانستان حضور داشتند و در سراسر کشور علیه طالبان می جنگیدند. در آن وقت نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا تا وسعت سال مانند امروز تقریبا به عین مقدار مهمات در حملات هوایی استفاده کرده بود. البته در اینجا ارقام نیروی هوایی افغانستان در نظر گرفته نشده است. نیروی هوایی افغانستان در کنار این نیروها هم پرواز می کند و هم شلیک می نماید. با توجه به تصرف بیشتر اراضی توسط طالبان و تضعیف نیروی زمینی نظامی های نیروهای را آخرین وسیله می پندارد تا طالبان را عقب بزند. در حالی که حملات هوایی ناتو با پایان یافتن ماموریت جنگیشان در سال 2014 متوقف گردیده است. ایالات متحده آمریکا با حملات هوایی هنوز هم از شهروندان افغانستان حمایت می کند. این بود روزنامه های چاپ امروز کابل به حضورتان مرور گردید. حالا وقفه کوتاهی داریم. آغاز روز همچنان ادامه دارد. عرض سلام و مجدد به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید. گشت و گذار مدرهای شجستی ها در کابل شماره از پایتخت نشینان را سخت نگران ساخته است و در پیوند به این موضوع شماره از نهادهای مدنی روز گذشته در کابل پایتخت گرد هم آمده بودند و در این مورد برنامه هایشان را ابراز کردند. برای جزئیات بیشتر در این مورد بیننده این گزارش باشین. دوباره برمیگردیم. گشت و گذار موترهای شیشه سیاه و بیپلی در شهر کابل نشان از تصویر سیاه که برای باشندگان این شهر بدگمانی و ترس را به میان آورده است. اینجا شماره از باشندگان کابل گرد هم آمدند و خواهان پایان بخشیدن این دشواری هستند.
ما اگر جواز کارت موتر صادر میکنین به فلم سیاه، از این جوازا مردم افغانستان نفرت داره. موتر شیشه سیاه مربوط به تعداد قماندان هاست و تعداد وکیلای پارلمان است که همیشان شما باور کنین به یک مافیای تبدیل شده که اصلا دم قدر وقت هم که صدای خود در مقابل از یا نمی کشید. این جمع از باشندگان شهر کابل از افزایش جرمهای جنایی در کشور نگرانی کرده به حکومت هشدار می دهند که اگر به گشت و گذار موترهای بی پلید و شیشه سیاه پایان ندهد، دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. قماندان صاحب کابل یا بخشای امنیتی ما اگر به اونا را استاد میکنن، فردا در پارلمان اونا را استجواب میکنن یا وزیرشان یا سلب صلاحیتشان میکنن، میگن که شما آدم های بیکاره هستین، تهمت های ناحق بالا از اونا میبندن. اما نمایندگان در پارلمان نیز از این ناحیه نگرانن و خواستار عملی ساختن قانون بالای همه به صورت یکسانن. اگر که حکومت تصمیم داره که موترهای شیشه سیاه نباشن، اول خودشان اصلاح بکنن، بعد از اون میشه که یکسان بالای کلگی تطبیق بکنن. خواستیم در این مورد نظر وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما بعد تماس‌های مکرر کسی حاضر به پاسخ نشد. برای بحث بیشتر در این مورد آقای فردین فدایی، رئیس انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان را با خود در استودیو داریم. آقای فدایی سلام، بسیار خوش آمدین. در ابتدا اگر بگوین که با وجود از اینکه بارها از سوی مقامات به ویژه نهادهای مسئول امنیتی یادآوری شده که باید گشت و گذار موترهای بدون پلیت و شیشه سیاه یا شیشه دودی منع قرار داده شود در کابل و ولایت‌های دیگر، ولی باز هم نشد، دلیلش در چه دریافتین؟ سلامت بخیر باشین. سلام به شما و به همه ملت افغانستان تقدیم میکنم. صبح همگی بخیر. ما دیروز یک برنامه را ترتیب تنظیم کردیم از آدرس جامعه مدنی جوانان افغانستان و از به آقای کابلی از به مشارکت خواستیم که یک دادخواهی کنیم به خاطر از اینکه موترهای شیشه سیاه در سطح شهر کابل گشت و گذار میکنن. متاسفانه که اکثریت مشکلات امنیتی را اینا به بار میارن. ما نمیدانیم که در داخل از موترها قاچاق سلاح است، قاچاق مواد مخدر است، اختطاف صورت میگیرد، طفلای مردم اختطاف میشه، مکتب رفتن نمیتونه و همچنان شاید که انتحاری را مینا انتقال بدن، چون داخل از اون معلوم نیست بکه هیچ کس و پازگاه پلیس هرچ خواهیل نیستن. وقتی که پلیس ما استادش میکنه، با پلیس ما اگراوی بسیار زشت میکنه، پلیس ما را توهین تحقیر میکنه، داودش نام بالاخره لطکوب هم شدن. ما و شما ده ها وقایی از این موضوعات را دیده، خواستیم که را به گونه بسیار جدی ما سر از این موضوع کار کنیم و دادخواهی کردیم و دو هفته ما حکومت وحدت ملی را به خصوص رئیس جمهور را مولد دادیم که در قسمت از این موضوع امور رقمی که حکم صادر کردین که موانعی که در سطح شهر کابل در جاده ها از باید برداشته شود و می رقم حکم دیگه باید صادر شود که در هر موقفی که هر کسی که باشه که موترهای شیشه فلمدار می باشه باید هر چیز زودتر پاک شود. ما این را به خاطر منافع ملی خود، به خاطر شهروندان شهر کابلی گرد هم ما ترتیب تنظیم کردیم که تو از این یک مشکلات ما نمیتونیم 100% بگوییم حل شوه، حداقل یک 50% ما میتونیم که بگوییم مشکلات باز حل میشه در روزم. بله. حالا در این مورد باشندگان کابل طور که شما فرمودین بیشتر نگران هستند، حتی موترهای بدون اسناد یا موترهای یک کلید و یا اینکه اصلا اسناد ندارن یا اسناد تخلفی و جعلی خودشان آماده میسازن برای موترهایشون تهیه میکنن، به گونه آزاد همچنان خرید و فروش میشن و حتی استفاده میشه و بازار همچنان میشه. در این خصوص برنامه ها چگونه باید باشه؟ یک چیزی را که ما فکر می کنم که شاید هم قریب موترهای یکیلی که میگن دست افغانستان، اونا را یک مقدار محصول میشه، یک مقدار تحویلی بانکی میشه، یک مقدارش مافیات. ما برای مدیر صاحب عمومی ترافیک کابل جنرال صاحب محبوب صحبت ها داشتیم، حکم رئیس جمهور است که موترهایی که دست پاکستان است به هیچ نوع اسناد داده نخواهد شد و امیدوار هستم که اسناد داده نشه، به دلیل از این که اکثریت حادثات ترافیکی را که میبینیم در جاده ها، در شاره های دور که میره مثلا مزار شریف یا ننگرهار، از این آدرس دست پاکستان رخ میده. موترهای دیگه ای که هست، یک کلی به نام یک کلی که هست، شاید که انقریب اینا موصول شون، گمرکاتش تاویل شون، بعد اینا را پلید بدن. و یک تعداد موترهای دیگه ای که هست، اونا را یک تعداد زورمندا با او رفت آمد دارن و اونا را کسات کردن میتونن. ما در قسمت از این موضوع هم شاید برنامه داشته باشیم در مقابل از این قلدرا شاید قرار بگیریم
که دیگه از این موضوعات، از این قانون شکنی ها، از این مشکلات را که به هموطنان ما به بار میارن باید از این جلوگیری کنن. در غیر از او با خشم مردم کابل اینا دوچار خواهد شده. حالا یک بحث بسیار کلان دیگر که همچنان قابل نگرانی مردم به ویژه در کابل شده، وجود افراد مسلح غیر مسئول است که آنها همچنان شمارشان طوری که مردم میگن و بیشتر نگرانی میکنن که همچنان با استفاده از موترهای شیشه سیاه و داشتن حتی چندین میل سلاح گشت و گذار میکنن در سطح شهر و اصلا مانعی برشان ایجاد نمیشه. در این مورد فکر میکنین که اقدامات چه باید باشه؟ دیروز ما در این موضوعات ما تذکر دادیم، یادآور شدیم که یک کسی است اگر تاجر باشه، اگر چهره مطرح سیاسی باشه، نماینده مردم باشه در پارلمان، یک میل سلاح را یا دو میل سلاح را حق از ایره داره که با خود بگردانه یا گارد داشته باشه. متاسفانه که دو نفر اگر حق داره، 8 نفر دیگر با خود داره. یک لنکروزر است، یک پیکاپ تعقیبی است که بیخی یک رقم شهر کابل را وحشت زده شده و مردم بخصوص امیتفال که در جاده ها میره و مکتب بسیار یک رقم در ترس و لرز است. امیدوار هستم که کارت سلاح فکر کنم فعلا بند است، به کسی داده نمیشه. کسایی که ضرورت دارن به اونا باید توزیع شوه و این کارت باید کارتای امر نقل سلاح باید باز شوه با کسایی که ضرورت داره. کسایی که ضرورت نداره و میدانن وزارت امور داخله بخش ریاست توریسم سر از این موضوع بسیار یک غور جدی بکنن. کسایی که ضرورت نداره به اونا نباید داده شه، بخاطر از این که ده ها وقایع، ده ها جنجال یا بعضی کارهای خلاف قانون از سر از اونا سر خواهد زد. و کسایی که ضرورت دارن، تاجرای ما هست، وقتی که سرمایه گذاری میکنن به سطح کابل در سطح افغانستان، اونا را باید امر سلاحشان یا تمدید سلاحشان باید باز شه، بخاطر از این که اونا مشکلات امنیتی دارن، اما موضوعات امنیتیشان مد نظر گرفته شوه. در غیر از او ما ببینیم در شهر کابل اگر بعض قماندانان از بعض نماینده های مردم است به یک چهره میگردن، به یک گشت و گذار میگردن که بیخی ما متاثر هستیم. ما بیخی از این موضوع بسیار نگران کننده است. با فردای ما بازم تذکر بتون، در یک زمان یک کسی را از لندن میاوردن با 70 بوتر داخل شدن، اوجا او را کشیدن آوردن، یکی از قماندانان سابقی نمیدانم و ما نمیدانیم که در اون بوتر کی بود. آیا میدان هوایی را اگر مسافرین داخلی و خارجی را گروگان میگرفت، یعنی مسئولیت از این را کی میپذیرفت؟ چون در پالی از او گارنیزون هم موقعیت داره. این موضوعات است که فردای میشه که اگر بوتر فلم باشه، سلاح غیر قانونی در بوتر باشه، اگر بوترا شیشایش پاک شد، ما براتون اطمینان کامل گفتم میتونیم که 50% مشکلات امنیتی ما یا 60% کم بشه، بخاطر از این که داخل موتر معلوم نیست که چی گپ است. بله. شما روز گذشته برنامه های مشخصی در این خصوص داشتین و تای گرد همایی مشخصا خواستایتان از نهادهای مسئول و از حکومت خواستین. در این راستا همچنان همکاری مردم چقدر میتونه که بیشتر اثرگذار بسازه پروسه که شما بیشتر به آن تاکید میکنین و با استفاده از فرصت اگر مشخصا پیشنهاداتتان را همچنان بگوین برای حکومت و همچنان برای نهادهای مسئول در این راستا؟ در این قسمت ما دو هفته مهلت دادیم حکومت وحدت ملی را و امیدوار هستم که انشاءالله رحمان رئیس جمهور را که مقاطع صادر کنند و با همگی اکسان باید برخورد شود. در اینجا نباشه که فلان از وطندار ما است یا از همتیم ما است یا فلان تاجیک است، ازبک است، هزاره است یا پشتون است. در اینجا باید حکم مقاطع صادر شود. اگر میخوان که جلو ناامنی ها در کابل، جلو چور چپالگری بخش های جنایی تمام شد، ما به اطمینان کامل برای تان گفته میتونم که اینمی کسای هستن که این مشکلات را که به بار میارن در این ده ها موارد است. مثلا یک موتری است، اگر قیمتش باشه در 50,000 دلار، او رو ببینن در 25,000 دلار میگرن یا 20,000 دلار میگه یک کیلی است یا موترش فلم است یا این بعض موضوعات دیگه. از این موضوعات هم جلوگیری میشه و از چور چپالگری هم جلوگیری میشه. و در قسمت دیگه مردم با نیروهای امنیتی همکار است، همگام است و در این قسمت مخصوصا نیروهای امنیتی را مستقبل میکنیم. ما با نیروهای امنیتی همگام حرکت میکنیم که تا جلو اینمی قلدرهای کس، اینمی کسایی که قانون را نقض میکنن، کسایی که در مقابل نیروهای امنیتی ما قرار میگیرن، ما با نیروهای امنیتی ما هستیم. یک روز نشه که با خشم مردم کابل این قلدرها باز مقابل شوند. اگر شما واقعا با مردم هستین، برای مردم خدمت میکنین، خب این در جمع مردم بپیوندین، پس چی است که در شما در پشت موترهای شیشه‌سیا در داخلش خود پنهان میکنین؟ آیا شما تروریست هستین؟ آیا شما با مردم خدمت میکنین یا خیانت میکنین؟ اگر خدمت میکنین خب شیشه موترتان خب خیر، اگر در بین ما شما گشت و گذار نمیکنین، موترهایتان میدانیم که 100% زریع است.
مرمی هم کار نمیدادم موتورایی که بر شما فایر کنن. حداقل شیشه موتورتون رو شما صفیت کنین که ما بدانیم که در داخل موتور شما چی میگذره. کارهای غیر اخلاقی صورت میگیره، بسیار موضوعات دیگه است که امیدوار هستم رئیس جمهور در این موضوع هر چیز زودتر، ما با مشاورین رئیس جمهور هم صحبت ها داشتیم که هر چیز زودتر حکم قاطع صادر کنه که ما از این مشکلات باید یک طرفه بیاییم. تشکر، سپاسگزارم از حضورتان آقای فردین فدایی، رئیس انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان. سلام، تشکر از شما. همچنان سپاسگزارم که تاکنون همراهیمون کردید. تا دقایق دیگر بیننده خبر ساعت 8 با همکارم باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم، بیا هم تاسو ته راغلاست یم. آغاز روز خبرونه د ترتلونکو دوه ساعتو دوام کوي، او بیا هم دا معمول په سیر نن چهارشنبه ده او له 8 بجو څخه تر 9 بجو پورې له ځان سره یو ځانګړی میلمل لرو، او د تاسو تلیفوني اړیکو ته به هم ځوابونه ورکړو. چې نن هم دا چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې هم دا برېښنا ستونزه تر بل هر وخت زیاته شوې ده او پرچاوي زیاته شوې ده. دا کابل خاریانو اندېښنې هم راپارولې دي، او وخت نا وخت دغه ریپورټونه چې جوړ شوی دي دا چې د برېښنا ریاست څه څرګندونې کړي دي، آیا ولس ته رښتیا هم د منلو وړ دي او که نه دي. نو نن مو هم خوشبختانه آغاز روز خپرونې ته ښاغلی مجیب الرحمن مومند دا کابل د برېښنا رئیس راغوښته چې په لنډو شیبو کې به دوی هم سټوډیو کې حاضر شي، او تاسې هم کولی شئ چې له موږ سره د 0111213 ټلیفون شمیرې باندې اړیکې ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ، او هغه ستونزو سره چې تاسو لاس او ګریوان یستئ نو ښاغلی مومند به په لنډو شیبو کې حاضر شي او تاسې لپاره به هم ځوابونه ولري. خو ستاسې ملتیا له ځانه سره غواړم تر هغې چې ښاغلی مومند د برېښنا رئیس سټوډیو ته راځي او رارسیږي، نو غواړم د ورځپاڼو مهم عناوین له تاسو سره شریک کړم چې نن موږ ترلاسه کړي دي. دنیا خپلواک ورځپاڼه مې ترلاسه کړله چې دوی هم په یوه غټ عنوان سره لیکلی دي، اداره حمایت از اطفال، وضعیت بشری در افغانستان وخیم است. چې دا هم هغه څه دي چې کلونه کلونه کېږي په دې اړوند د ماشومانو په اړه څرګندونې کېږي چې په افغانستان کې تر ډیره د جنګ او جګړو قرباني ماشومان او ښځې بلل کېږي. پاکستان څه روان کړي دي، دا هم هغه څه دي چې په دغه ورځپاڼې کې په یو غټ عنوان لیکل شوي. بل عنوان دی دفتر جنرال دوستم، خبر ممانعت از نشست تیاره معاون اول در بلخ واقعیت ندارد. بلخ جلوگیری کرده په بخنه سره دفتر معاون اول ریاست جمهوری گزارش ها درباره اینکه نظامیان آلمانی در بلخ از نشست تیاره حامل جنرال دوستم در میدان هوایی بلخ جلوگیری کردن را به شدت رد کرده است و این گزارش اتکان هم نشده، و گفته می شود که جنرال عبدالرشید دوستم در این تیاره بوده اما اجازه نشست داده نشده است. دا هم هغه څه دي چې په دغه ورځپاڼه کې چاپ شوي دي. راګرځم بل یوه عنوان ته، قراردادی های مزنون به فساد وزارت داخله به سارانوالی معرفی می شوند، او همدارس چارواکی وایي چې ټاپی د افغانستان تر پولو را رسیدلې ده. د هرات ولایت چارواکی وایي چې ډیر ژر به په دغه ولایت کې هم د یاد سترې پروژې عملی کارونه پیل شي. د هرات د ولایتي شورا غړی نور احمد حیدری وایي چې ډیر ژر به دا ټاپی په اړه د عامه پوهاوي ټیمونه خپل کارونه په دغه ولایت کې پیل کړي. ټاپی د ګازو د لیږد ستره پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. دا هم هغه څه دي چې په دنیا ورځپاڼې کې خبر شوی دی. همدارس بل عنوان دی چې لاریون کوونکي وایي چې د موټرو تورې کیکې باید سپینې شي، ډیر جرمونه هم دوی کوي. دوی هم له ګواک سره مخامخ کړي دي، او ډیری امنیتي پېښې هم د دغو موټرو په واسطه کیږي. کابلی زیاته کړله چې د ملي شورا غړي، جهادي قمندانان، حکومتي چارواکي او یو شمېر زورواکي د تورو ښیښو موټر کاروي چې خلک یې د ګڼې ګوڼې، تیزتک او امنیتي ستونزو سره مخ کړي دي. همدارز دا هم یوه ستره ستونزه بلل کیږي په افغانستان او بالخصوص په پلازمینې کابل کې، چې رښتیا هم ډیری چارواکي هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت ویلي ورته پاملرنه نه ده کړې، او تورو ښیښو والا موټر لا هم په ښار کې تګ راتګ کوي او ښاریان یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. راګرځم دوهمې
پانی ته دغه ورځ پانی چې په دوهمه پانی کې څه خبره شوې دي. مشرانو جرګه پاکستان په پوځي عملیاتو د افغان حکومت او نړیوالو ذهنونه خرابوي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ عملیات د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ذهنونو د خرابولو په موخه ترسره کیږي. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سشنبې د ورځې په عمومي ناستې کې د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل چې پاکستان په خپلو دغو کړنو غواړي چې د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې ذهنونه خراب کړي. مسلمیار زیاته کړه پاکستان تل په داسې کړنو لاس پورې کړی چې د افغانستان حکومت خلکو او نړیوالې ټولنې ذهنونه ورخراب کړي. د هغوی هر عمل په حقیقت کې د افغانستان په خیر نه دی او له مصالح قواو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له خپلو سرحدونو څخه دفاع وکړي. دا هم هغه څه و چې په دنیا ورځپاڼې کې خپاره شوي وه. د سپورت برخې ته راګرځو چې دوی هم په دیزی کې لیکلي دي چې کرکټ افغان 19 کلنو سنګاپور هم مات کړ. په سنګاپور کې دا کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام سیالیو دا غوروي په پړاو کې افغان ملي لوبډلې د سنګاپور 19 کلنو لوبډلو ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. دا په دغو سیالیو کې د افغان لوبډلې دویمه پرله پسې بریا ده. افغان لوبډلې تر دې وړاندې په 8 وکټو مالیزیا لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه. دا هم د کرکټ له ډګر څخه یو خبر و چې په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله او همداراز 19 کلنه لوبډله ښځه لیدلې ده او ډیر مینوال یې هم ځان ته پیدا کړي دي. راګرځم د دغې ورځپاڼې بل عنوان ته. که دوامداره ځواني غواړې نو دا وخورئ. هغه څه یې پکې هغه کړي چې د صحت په برخه کې ده. درنو لیدونکو بیا هم دلته په ډیرو نورو موضوعاتو هم خبرې شوې دي. مرد کې قلبش 42 دقیقه کار نکرد. مرد کې 40 دقیقه قلبش از کار افتاده بود. از دو پلیسی که او را به زندگی برگرداندن قدردانی کرد. جان اکبرن 36 ساله با لپتاپش مشغول کار بود که ناگه هم دچار ایست قلب شد. اما دو پلیسی که تصادفاً در آنجا حضور داشت مرد را به شفاخانه انتقال داد و زندگی دوباره نصیبش گردید. ده هم حقیقت سو چه دیگه و رسپانی پا دو هم مخ که خبر شوی و هم در از رخلم ده کورانی چهار وزارت حق خبر چه وای جنایی و کشفی امیرون و در طولن در طول قماندانان و پشان ده پولیس و پا بیلا بیلو کچو که رمیست شی. حقا پا دی عرده چه ده پولیس و چم رشمیر منصوبین پا دی بدلون که شامل دی جزیات ورانده نکرل خوبی ویل چه ده کابل ده پولیس و دیره منصوبین پا ناامن و ولایتونو که پا دنده بنده بخت دی. حقا سدی چه پا دنیا خپل باکی و رسپانی که خبر شوی دی. خو را اخلما بلا و رسپانه در نولیدون که اطلاعات روز و رسپانه هم نرموک تر لاسه کلی دا و دوی هم پا بیلا بیلو موضوعات و مسائلو خبری اتری کلی چه غارم دی دو مهم عناوین لطاس سره هم شریک رو ما. هواپیمای جنرال دوستم برگشتانده شده. دفتر دوستم رد کرد. همدار از یوستر انوان بلی کل شوی چه مبارزه با فساد با وضعیت با وضعیت می رسیم. همدار از وزارت داخله وایی چه تصفیه سراسری در حوزه های امنیتی کابل آغاز شده است. بلنوانده چه تدارکات ملی ورشکسته بودن شرکت قرارداد کننده بدگمان خان را رد کرد. بند کمال پا بخنی سر قرارداد کننده بند کمال خان را رد کرد. حقصدی چه پا واری که انوان لیکل شویدی او درست توگه بندی پا چپ ندرسیدیلی. هم در از رگرز ما دو هم مخت دیدگه او رسپانی چه دوی پا دو هم مخت پا کم موضوعات بندی خبری کلی او کم موضوعات پا نشر رسولی دی. اطلاعات روز وی در حالی که شماره از رسانه های داخلی و خارجی گزارش دادند که دوشنبه شب به هواپیمای حامل جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور در میدان هوایی مزار شریف اجازه نشست دادن نشده است، اما دفتر آقای دوستم و عطا محمد نور والی بلخ این خبر را تکذیب کرده است. بر اساس این گزارش ها قرار بود جنرال دوستم با یک هواپیمای کوچک در میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی فرود آید، اما به دستور مقام های افغانستان و به همکاری نیروهای آلمانی مستقر در این میدان هوایی اجازه نشست داده نشده است. په بخنی سره درنو لیدونکو دا هم هغه څه و چې په دغه ورځپاڼې کې دوی چاپ کړي وو. او همداراز بیا هم وزارت دفاع وایي چې 119 تنه تروریستان
بیلا بیل ولایتونه که وجل شویدی. درنو لیدونکو عناوین ډیر دروش په دغه ورځپاڼې کې په نشر رسیدلی دي چې سپورتي برخه هم په دې کې رانغاړل شوې ده چې نیمار پیشنهاد پاریس سن ژرمن را پذیرفته است. هغه څه دي چې د سپورت په برخه کې په دې کې بحث او خبرې اترې ترسره شوې دي. راګرځم بلې پاڼې ته چې په دغه پاڼې کې هم په درسته توګه عناوین نه دي چاپ شوي او فکر کوم چې څه تخنیکي ستونزه به د چاپ په وخت کې رامنځته شوې وي. راګرځم بلې پاڼې ته یې چې څه عناوینو ته اشاره شوې ده. سپورتي برخه و درنو لیدونکو په دې کې هم داسې کوم خاص خبر نه دی رانغاړل شوی، خو په وروستۍ ګڼه کې یا په وروستۍ پاڼې کې هم لیکل شوی دی سیاست ترامپ در قبال افغانستان برای هند به چی معنا است. دا هم یوه ستره لیکنه ده چې په دغه ورځپاڼې کې خپره شوې ده او تاسو کولی شئ چې اطلاعات روز ورځپاڼه ترلاسه کړئ او دغه عناوین ولولئ. بله ورځپاڼه هم راخلمه چې په بخنې سره ورځپاڼه نه ده چې اونیزه ده، ملي ائتلاف اونیزه. دکتر عبدالله عبدالله میان تروریست ها فرق وجود ندارد. رئیس اجرایی کشور در نشست برد مشترک نظارت و انسجام دغه خبری کلیدی. رئیس اجرایی با جوانان مرکز بامیان دیدار کرد. درنو لیدونکو ورځپاڼه نه ده اونیزه ده چې د یوې اونۍ خبرونه پکې رانغاړل شوي دي، خو له دې څخه به موږ هم صرف نظر وکړو. راګرځم آلمان آرمان ملي ورځپاڼې ته چې دوی په کومو موضوعاتو خبرې اترې ترسره کړي. دا چې په ټولو رسنیو کې په بخنې سره د جنرال عبدالرشید دوستم د تیاری په اړوند چې ناست په مزار شریف کې یا د تخنیکي ستونزو له امله نه ده کړې او یا هم اجازه نه ده ورکړل شوې، ټولو رسنیو پرې بحث او خبرې کړي دي. دوی راخیستې دي د بلخ د والي ښاغلي عطا محمد نور له خولې. هیچ مانع برای آمدن جنرال دوستم به کشور وجود ندارد. یو غټ عنوان دی چې لیکل شوی دی. غواړم نور مطلب هم د دې خبر تاسو سره شریک کړم، خو بل عنوان راخلم چې په نهو ولایتونو کې د اوبو رسولو یویش پروژې بشپړې شوې دي. په تېرې یوه میاشت کې په کندهار، بادغیس، فاریاب، خوست، کابل، دایکندي، غور، پروان او هرات ولایتونو کې د اوبو رسولو یویش پروژې بشپړې شوې دي. په یادو شویو پروژو کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو روغتیا ساتنې او اوبو لګولو د ملي پروګرام له لارې د اړوندو ټولنو د پرمختیایي شوراګانو پر مټ پلی شوې دي. په کندهار او بادغیس ولایتونو کې د نهو زیرمو جوړول، په فاریاب، خوست، کابل، پروان، دایکندي، غور، بادغیس او کندهار ولایتونو کې د 122 ساګانو برمه کول، او په کندهار او بادغیس او هرات، کابل او خوست ولایتونو کې د لمر د انرژي په مرسته د چلیدونکې شپږو شبکو جوړول شاملیږي. دا هم اقتصادي خبر و چې په دغه ورځپاڼې کې خپور شوی و. همداراز بل عنوان ده چې استراتیژی جدید امریکا به معنی ادامه جنگ در افغانستان. د دې عنوان به هم له تاسو سره شریکم چې په دریمه پاڼې کې یې بشپړ مطلب راغلی. آرمان ملي ورځپاڼې همداراز په دوهمه پاڼه کې لیکلي کې زبان دیپلوماسي پارادایم گمشده بستر سیاسی افغانستان. یو ستر لیکنه ده چې د ښاغلي عبدالمجیب خلوتګر د خپلواک خبریال لیکنه په دې کې خپره شوې ده، خو د ښاغلي احمد سعیدي لیکنه چې هم په دغه ورځپاڼې کې خپره شوې ده، دوی هم پر دې بحث کړی دی چې ستراتیژي جدید امریکا به معنای ادامه جنگ در افغانستان. د عنوان ده: نمیدانم چرا زمامداران افغانستان عاشقانه انتظار اعلان ستراتیژي جدید امریکا را دارند. چرا این استراتژی در حال حاضر در حاکمیت دونالد ترامپ به یکی از دغدغه های سیاسی افغانستان مبدل شده و کشورهای منطقه تبدیل شده است؟ با گفته بعضی ها از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، پنتاگون در تلاش است تا ماموریت جنگی در افغانستان را در اختیار کمپانی های شخصی نظامی آمریکا قرار دهد. ام در از پدغه ستری لیکنه که یو سچ پا غط انوان لیکل شوی دی دادی جای راغلی دی مردم افغانستان آنچه را کمپانی های نظامی شخصی امریکایی در افغانستان انجام دادن آن خاطرات تلخ را در روح و روان هر هموطن ما باقی است و تا هنوز مردم عادی
قساوت، سنگدلی و بی‌رحمی آن کمپانی ها را به یاد دارند و نمی توانند فراموش کنند. متاسفانه بار دیگر تصمیم احیای این پدیده شوم و حضور فعالشان در افغانستان گوش ها را می خراشد. حکومت افغانستان شاید حضور این کمپانی ها را برای بقای حاکمیت موجود ضروری بدانند و اما ملت طعم تلخ این نهال را چشیده و نمی خواهد دوباره کشور به غولان فراقانونی سپرده شود. حقصدی چه در خاقلی احمد سعیدی پا لیکنی که راقلی دی او آرمان ملی و رسپانی چپ کردی دی پخبله ننورزه گانه که راگرزم بله پانی تا چه دلتا هم نامه یک مادر بر رئیس جمهور غنی آقای رئیس جمهور نگذار برایت دعای بد کنم. حقصدی چه ده هم یاورا لیگل شوی نامه ده مادر خواجه بشیر احمد و خواجه نعمت الله محبوسان در زندان پلچرخی خغلی غنی پینوانی لیکل شویده. وزارت های صحت عامه و وزارت زراعت افغانستان مردم در عید قربان از احتیاط کار بگیرن. یوستر مطلب دی چی ده هم پا دقی ورسپانی که پا نشر رسیده لیده غوار ما دقی مطلب هم لطاس سر شریک کمه. هم در از پا دی ورسپانی که پا دیال راغلی چه وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواسته است تا در روزهای عید قربان اقدامات پیشگیرانه را در ارتباط با قربانی کردن حیوانات روی دست گیرند. مقامات های وزارت صحت عامه و زراعت آبیاری و مالداری در مورد گسترش مرض ویروسی مهلک مرض تب خوندهنده کریما یا کانگو که از طریق کنه حیوانات منتقل می گردد نگرانند. وزارت های صحت عامه و زراعت و مالداری، سازمان صحی جهان و سازمان غذا و زراعت، سازمان ملل متحد از مردم می خواهند تا اقدامات ویژه را به خاطر محافظت جانشان از این مرض اتخاذ نمایند. درن ولیدون کو بیلا بیل و رسپان مترلاسه کړی دی چې ستر ستر ناوین نور هم پکې چاپ شوی دی چې دا به هم د خبرونه په لړ کې لتا سره شریکو. خو لکه څنګه چې مې د خبرونه په سر کې یا هم د دوهم ساعت په سر کې لتا سره یادونه وکړله دا چې په پلازمین کابل کې د برېښنا پرچاوي په دې ورسته کې یو سن اساس زیاتې شوی دی او تخنیکی ستونزه رامنځته شوی و. رښتیا هم اساسي علت څه ده او کله به دغه د برېښنا ستونزه حل کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې لډیر هیوادوالو سره مطرح شوی دی او خلق هم دی غوښتون کی دی چې باید حکومتی چارواکی یا مسئول چارواکی دوی ته ځواب وایي. چې نن موږ هم په آغاز روز خبرونه کې ښاغلی مجیب الرحمن مومن د کابل د برېښنا رئیس آغاز روز خبرونې ته راغوښتی دی چې تاسې هم کولی شئ چې د په ژوندۍ بڼه له دوی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ او د 0-1-111-230 ټلیفون شمیرې باندې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ښاغلی مومن باید ځواب درکړي. نو زه هم په لومړي سر کې ښاغلی مومن ته ښه راغلاست وایم. مومن صاحب په خیر راغلی. سهار مو پخیر. مننه کوم. ژوندي اوسئ. دا چې هیوادوال اړیکې نیسي غواړم په لومړي سر کې له تاسو څخه واورو په پلازمینې کابل کې د وروستۍ پرچاویو لاملونه که یاد کړئ او کله به دغه ستونزه حل کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې باید ووایم چې په ټوله کې په افغانستان کې د برېښنا مشکل کابل شموله نه دی، یو ولایت شموله نه دی، بلکې افغانستان شموله یو مشکل دی. بیا خو په وروستیو کې چې په کابل کې دغه مشکل را پیدا شوی دا څو مختلف دلایل او علتونه لري. د هغې جملې څخه یو دلیل او علت دا و چې موږ د میپر فابریکه فعاله وه او د 15-20 په دې خوا چې چون د کابل سیند وچ شوی دی موږ 60 مگاواټ تولید چې په میپر فابریکه کې درلود هغه موږ د لاسه ورکړی. په دویم قدم کې په د روژې په 15-16 باندې په ننګرهار کې د سرتیشن پراختیا یا د هغې د وسعت او د هغې په کې د برېښنا د نور ظرفیت د پیدا کولو مسئله وه چې په نغلو او سروبي فابریکو کې چې زموږ کوم برېښنا تولیدیږي چون په ننګرهار کې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، تاسې هم خبر یاست چې د 30 درجو نه پورته وه، هغلته شفاخانې او ماشومان او مکتبونه دا مسایل دي. نو موږ نشو کولی چې ننګرهار او لغمان ته پرچاوي ورکړو په دا سخت حالت کې او په دې ګرمۍ کې. نو کومه برېښنا چې په نغلو سروبي کې تولیدیږي چې هغه هم اضافه تر د 50 مگاواټو نه وي، هغه په ننګرهار او لغمان کې استعمالیږي. موږ کومه برېښنا چې د تاجکستان نه لرو دغه برېښنا څو ورځې مخکې تاسې به اطلاع لرئ چې 4-5 ورځې مخکې بعضې تخنیکي عوارضو په اساس باندې
هغه پایا چپا شو د منځلاره هغه کی یو لاین فعال چې یو سلو شپېته میگاواټ برېښنا یې کابل ته انتقالوله چې دا د کابل د خلکو او د دولتي ادارو او د نورو هغه ځایونو چې برېښنا ته ضرورت لري او برېښنا فعلا ورته ویشل شوې ده د هغې جوابګو نه ده. بیا هم موږ خپل کوشش کړی چې برېښنا په داسې قسم باندې دا ویش یې داسې تنظیم کړو چې هم د خلکو مشکل په نظر کې ونیول شي وساتل شي او هم دولتي ادارې چې دلته اکثرا د ورځې د خوانه دوی ضروري دي چې باید برېښنا ولري لکه یو وزارت چې دلته کار کوي نو هغه دا معنی نه لري چې صرف د دې وزارت کارونه دي دلته په هغې وزارت کې د څلور دېرش ولایتونو کارونه دلته راوړل کېږي او دلته ورباندې کار کوي نو که یو وزارت د ورځې د خوانه برېښنا ونه لري معنا دا چې د څلور دېرش ولایتونو کار ځنډېدلی د ځنډ او د خنډ سره مخامخ شوی. پرون هغه کوم لاین چې موږ درلود چې یو سلو شپېته میګاواټه برېښنا به د تاجکستان را انتقاله ده هغه پرون سهار په پنځو بجو باندې موږ تنظیم کړو چې باید مزار سمنګان او بغلان او قندوز ته واړو او موږ دې پخپله د ازبکستان د لاین نه چې تر دوه سوه شپېته نه تر دوه سوه اتیا میګاواټه پورې موږ د هغې نه برېښنا اخیستلی شو د کابل خلکو په واک کې ورکړو. متاسفانه چې بیګا ماښامه پورې موږ دا کار کوو مګر بیګا ماښام هغه یو لاین چې د تاجکستان موږ درلود او هغه یو سلو شپېته میګاواټه برېښنا درلودل هغه مزار او سمنګان او قندوز بغلان او دغه منطقې لاره کې خنجانو کې موږ یو سبسټیشن لرو پروان کې لرو هغوی ته تېنه برېښنا تهیه کېدل او ورکول کېدل متاسفانه چې هغه لاین هم بله اوس مهال که دې ته راوګرځو دا چې ستونزې څه ناڅه حل شوې ده او لا هم کار پرې روان دی د پلازمېنې ستونزه به کله هوارېږي؟ په ټوله کې باید ووایم چې د پلازمېنې ستونزه به په هغه قرارداد چې په د 2013 کال په پای کې به انشاءالله 1500 کیوی لین دی چې کابل ته به راځي او د هغې لاین د ظرفیت د انتقال د برېښنا به د 1500 تر زر میګاواټو پورې وي انشاءالله دا ستونزه به په هغه بله خو عموماً صاحب که چېرته دغه راز تخنیکي ستونزې رامنځته کېږي موږ تاسو لمریزه برېښنا یا هم ډیزلي برېښنا هم په پلازمېنې کې دغه امکانات لرو چې تاسو وشي کولی هغه خلا پرې راډکه کړئ او یا خیر موږ د ډېر اضطراري حالت لپاره ولې نه یو 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 سل میګاواټه یو دستګاه لرو چې هغه نور بل هیڅ چاره ونه لرو نو بیا موږ هغه سل میګاواټه حرارتي دستګاه خپل چالانو هغه ځایونه چې ضروري دي او لازمي دي هغه ځایونو ته تېنه برېښنا ورکولی شو. بله خو اوس مهال چې لا هم دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده او په مخنې سره وخت نا وخت خلک تلویزیون سره اړیکې نیسي چې زموږ دغه ستونزه ده یا هم رپورټونه پرې جوړ شي رپورټونه هم جوړ شوي دي څو موده وړاندې هم له ښاغلي توحیدي صاحب سره مو مرکه درلودله هغوی ویل دغه نن چې زه تاسو سره خبرې کوم یا به برق دغه اوس مهال جوړ شوی وي ستونزه به حل شوي یا به هم د نن ورځ تر پایه بشپړی شي اما اونۍ په دې کې تیریږي لا هم پلازمېنه کې دغه پارچاویان شتون لري څه فکر کوي چې آیا تاسو څه ډاکومنټیا ورکوي ولس لپاره پلازمېنې میشتو خلکو لپاره؟ متاسفانه چې د برېښنا ریاست یو امنیتي او دفاعي اداره نه ده بلکې خدماتي اداره ده او کوشش کوي چې هغه برېښنا چې کابل ته انتقال شوې وي هغه برېښنا تنظیم کړي او د خلکو په واک کې ورکړي او دا مسله چې ده د امنیتي مسله ده په هغه ځای کې چې پایا چاپه ده په هغه ځای کې چې لاین قطع ده زه فکر کوم دا به د برېښنا د کارمندانو د وس او توان نه پوره نه وي چې د هغې منطقې امنیت ونیسي او د هغې ځای نه دښمن لرې کړي او دوی لاړ شي خپل کار ته ادامه ورکړي زه فکر کوم چې دا به د امنیتي ارګانونو وظیفه وي تر څو موږ ته شرایط اماده کړي چې موږ هغلته ورشو او خپل کار بله مننه کوم مومن صاحب اوس به هم وګرځو د هېوادوالو تلیفوني اړیکې ته. بله سلام علیکم څوک له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟ جاوید یم له زاړه مکرویانو سمټ خانې څخه. مهرباني وکړئ ورور پوښتنه مو من پوښتنه لر یو منګه دوه دانې پایې دي د بهر نوې پایې م راوړي سمټي پایې د درویستم د برکت د غیز غال څنګ فابریکه ته ده هلته فقط شپږ میاشتې کېږي پیسې م ورته تحویل کړي د هغې منګ بر پایې مشکل هېڅ نه حل کېږي هلته ځو کله وایي چې نن راځو سبا راځو
هر ورځ دغه پایو باندې لوی جنجال کوي. سیمټي پایې موږ خپل راوړي پیسې هم تحویل کړي دي، بانک کښې هم تحویل کړي، بس دغه مشکل ده که همکاري موږ سره وکړي. بله مننه کوم ښاغلی مومند، به ځواب در کړي. کور موعدن ورور، په ځواب کښې داسې باید ووایم چې زه چون د کابل د برېښنا د رئیس په صفت او په توګه باندې زه د داسې مسایلو سره ډېر زیات مخ یم. هغه بعضې مشکلات دی چې پخوا وختونو کې یو منطقه ده چې په هغې ځای کې سکور وجود نه درلودل، او په هغې ځای کې د شاروالۍ د انجینر په مشوره او د وزارت مورشارسازي د انجینر صاحبانو په مشوره موږ پایې تېرې کړي. اوس په هغه ځایونو کې چې خالي دي، هغې ځای کې خلک کورونه جوړېږي، خلک پیکونه راوباسي. اوس نو چې څوک پیک راوباسي وایي دا پایه د مخته ویسه. موږ غونډه ورځ په هماغه پخواني کارونو کې اضافتر مصروف پاتې کېږو. نو ورور ته به هم نوبت ورسېږي. موږ په کابل په ښار کې نه ده چې دغه زاړه کارونه چې کور مخکې شو کور وروسته شو په دې د ځان د کاره وباسو. موږ په کابل کې انکشاف او توسیې ته ضرورت لرو. موږ نه تنها دا چې د کابل په څوارلسګین ولسوالیو کې، بلکې په د کابل په یوویشت دوهویشت ناحیو کې موږ داسې ځایونه لرو چې لا تر اوسه پورې برېښنا نه لري. دا زموږ مسؤلیت دی. دا د کابل ښار چې دی، دا د افغانستان پایتخت دی. موږ زر تر زره باید هغه خپلو ناحیو کې چې موږ خلک زموږ برق نه لري تر اوسه پورې، موږ باید د هغې ته رسیدګي وکړو، هغې ته ورشو. زموږ فزیکي هغه کاري امکانات هم خلک ګوري. او یو بله خبره د یادولو وړ هغه دا ده چې زموږ دوستان همیشه زموږ د برېښنا اداره د کابل د هغه پنځه کلني او شپږ کلني پخواني ښار سره مقایسه کوي. لطفا زموږ اداره، د ادارې کارکوونکي، زموږ فزیکي قوت او د کابل نننی ښار د درې کاله پخوا ښار سره نه مقایسه کېږي، د پاروزګني ښار سره نه مقایسه کېږي. ورځ په ورځ باندې تاسو وینئ چې دشتې میدانونه ټول ډک شو او دا خلک د برېښنا خپل ځواب اخیستی وي او ستونزې ته یې په موقع سره رسیدګي وشي. بیا هم یو اړیکه لرو مومند صاحب. بله سلام علیکم. بله برادر سلام علیکم. سلام علیکم، کی از کجا به تماس شدین؟ فرزین هستم، از مکریان سه تماس گرفتیم. بفرمایین سوالتان. برادر محترم، برق هر دفعه پایه را میزنه نمیده. ما مشکلات دوکان داریم، اگر سیف از برق کار داریم، یک زدی برق نیست. یعنی بهار است، وقت کار ماست، وقت بار ماست. زمستان ما برق نداریم، بار ما برق نداریم. همین یک پایه را یاد نمیتونم که در اگر یک ساعت یا دو ساعت و قدر مشکلات مردم کمو پایه را بالا کنن یا بسته کنن یا همیت کمو پایه را بگیرن. خیلی کمیر چقا مشکلات از این مدریان سیف کلش مردم مشکلات داره. اقتصاد مردم ضعیف از برق نیست، جنراتور قیمت است، یک آدم خریده نمیتونه. این مشکلات ما را هیچ کس در نظر نداره که همون قدر فکر کنه که همین برق ما را بزرگترین فرصت به بسته کنه که بهار است، وقت کار است، وقت بار است. ما میل هتل داریم و میل برق نداریم. چند بشه در اقتصاد ما ضربه رسیده، در کار ما ضربه رسیده، شاگرد داریم، ماری داریم، کرای دوکان داریم، کدام یکم موضوعتر بودیم. تشکر برادر، منتظر پاسختان باشین. مومن صاحب مهربانی دورور هم دورور د سوال په جواب کې زه به داسې وایم چې د دغه سره زه موافق نه یم چې موږ د دوی په غم کې نه یو. زموږ دا وظیفه ده، زموږ دا مسؤلیت دی. دورور به خبر نه لري چې موږ شپه او ورځ سو تلیفونونو ته زمونه هایست رئیس جواب وایم او سو ادارو ته زه د ورځې زما او په دې کې مجالس لرو. خو دا ورور هم په دې خبره باندې پوهیږي چې د دغه منطقې امنیت نیول به زموږ دپاره ستونزمنه وي. موږ نه ټانکونه لرو او نه توپونه لرو. د برېښنا اداره فقط یو خدماتي اداره ده. زموږ امنیت چې ونیول شي زموږ مسؤلیت ده، زموږ دا وظیفه ده چې انشاءالله په ډېر ژر او په څومره امکانات چې موږ لرو. اول دا چې دا پرون د کومې ورځې چې د پایه تخریب شوې د هماغې ورځېنه دی پله د جنګ په ساحه کې ډېر نږدې زموږ پرسونل هماغلته پروت دی چې اقلا هم دومره امکانات دوی دپاره برابر شي چې دوی لاړ شي هغه خپل پایه جوړه کړي. یعنې موږ بېغمه نه یو پراته او د خلکو درد او د خلکو د برق د نیم وجودت په اساس باندې د خلکو توانونه باندې مننه کوم. مومند صاحب بیا هم یوه بله اړیکه لرو. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر. بفرمایین کی از کجا به تماس شدین؟
تحمیل هستم از قلعه زمان خان لایه 16 سرک بالا بتوان شدیم بخاطر مشکلات برق شد. برق ما به حد خراب است، شاید از 24 ساعت ما 12 ساعت یا کمتر از او اگه برق داشته باشیم، بیشتر برق نداریم و از طرف شب هم خب برقای ما تا 11 بجه شب ایج نیست. بله تشکر، منتظر پاسختان باشین. تشکر. مهربانی محمد صاحب دوپارم جواب همه قده چیز مگ اداره ده موجوده کمسی چلرو ده حقی برق تنظیم و ده حقی برق خلکو تای پا وقت بله خود سمرا پا عدلانه توگه ده پرچاوی رختیا هم پا طول سیمو بانده تدبیقی گی یا ده چی پا یوی سیم زیاد پا بلی کمه دی خور یادوانه وکرلا چه دشپی نه بجو یا لس بجو پر برخنا نوی پس لحقی چرا شی نو خلق ویدی وی ارتیا مهم ارتن نمی مون پا دو زینو که سه مشکلات لرو چی البته تخنیکی مشکلات تی اغا بده پا دی پوری آلا ونه لری چی پا اغی که عدالت نوی تامین شوی چی یاو ده قلعه زمان خان ده شاشید و رحمان مینی منطقه ده چی هم ده اوس پرونم مون پا که کار کرده ننم پا که کار کو بل دوی منطقه ده دشت برچی منطقه ده نو که تاسی لیدلی وی او ده خاریانم ده منطقی دی لیدلی بی دی سلو تا مخامخ چی او گوری پا سرک بانیز من نوی گول پایی را تیر شوی دی او سلورم جکشن تا مرار سویلی ترسو پوری دی منطقی ده ایزاف و باری چی اغای و تخنیکی مسئله ده ختم کو بل یو لین دیز من چی ده شرق ده سفتشن نر اغلی رشتی هم واکن اغا لین ده اوم جکشن تابه دی او ده اوم جکشن نبی وطل ده اغا پخپلا په دغه لاین باندې تعداد د خلکو او تعداد د مشتریانو ورباندې زیات شوی. مونږ غواړو چې یو څه تعداد د هغوی نه کم کړو، همدا نن سبا کې غواړو کومه چې تخنیکي ستونزه ده او کوم چې په مونږ پورې اړه لري انشاءالله د کابل برېښنا اداره د دې وړتیا او د دې توانایي لري چې ژر تر ژره هغه حل کړي. مګر بعضې داسې مسایل مونږ سره مخ کېږو چې هغه بیا زموږ د توان نه او زموږ خو مننه کوم بیا هم په دې هیله چې د دغو هیوادوالو ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي بیا هم یو بل اړیکه لرو مومن صاحب. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام خدمت شما و خدمت مصر رئیس برق بابل. تشکر برادر، زنده باشین. کی از کجا به تماس شدین؟ عبدالاستم از بودی سنگی از بابل هم روشن تماس گرفتیم برادر گلم. بفرمین سوالتان. همی فرموده های رئیس رو به ما شنیدیم مکمل از نگاه بخش امنیتی بگیم بیشتر زفایج بودی واقعات داره. تمام مشکلات ما مد امنیت است که یا بخش بودی یا بخش برق کار میکنم که تا بینمت از طریق نظامی و برهای نظامی و امنیتی یکی پای کشور نشود یا ریک بار در ساحه قدر نمیتونن. ولی یک مشکل اساسی دیگی که ما داریم خیر ما با این رسم شرایط برای خود مجبور هستیم که گزاره کنیم. شرایط جنگ است، همه چیز رو ما درک میتونیم کده. مشکل از دوزی ما دیمی قسمت به پارچه گل برق است که دو ما باد یا خانه میشه که با پارچه وقتی که می میبینیم 5000 یا 5000 6000 یا پایین بالا این برق نیست. ما سیستم نیستیم که پارچه هم داشتیم ما پاسی موقع که دوی پرده دوستیم و ما خودم اصلا خودم دستیم شاید در روز 12 سال یا 10 سال برق بوده باشه. دیگه این مشکل از این دیدیم همه پایم میترهای دیجیتالی برای ما شماندن اونای طابقه هم بود بسید حال از وقت دیجیتالی شده برای مصرف یک بردو شده. بله تشکر برادر. یک هزار می آمد حال 2000 دونیم از آقا 3000 می آمد ما دیگه می بسید نمی پایم. بله تشکر، منتظر جوابتان باشین. مومن صاحب مهربانی دوری چه پرچوی هم موجوده ده و بل بخصیت رزی یو خدا ده چی دوستان باید پدی من خبر شی چه ده دیالس و پینجه نوی کال بلونه باید ده تیرو کلونو سره ده دیالس و پینجه نوی نه دی پلو ده حمل دمیاشتن دی پلو ده بلونه باید ده تیرو کلونو سره مقایسه نشی لکو مرخه ده زکه چی دیالس و پینجه نوی کال پا حمل که تاسه طول مک دوستان تا اعلان وکا و طول خبر ده چی پینجه ویش پیسه ده لوروال ده برق پابای کراغله ده اکثرا دوستان زه چې وینم او ماته راځي چې شکایت او ماته چې ادارې ته روزمره راځي دغه مقایسه ډېره وړاندې ده د هغه قیمت ته چې په هغه وخت کې قیمت ټیټ و. دویمه خبره
د ډیجیټلی او د انالوګ د میټر و ده دا د هغه چا تبلیغ دی چې هغه د دې انالوګ میټرو تجارت ترلود. د ډیجیټل میټرو موجودیت او د ډیجیټل میټرو بوتن زموږ د مشتری لپاره فایده کړي په ګټه کړي. د ډیجیټل میټر لرونکي د دوه خاصیت دي. یو خاصیت دا دی چې په هغه خپل نورمال او عادي حالت باندې ګرځي. دویم خاصیت دا دی چې سوځي او بیخي ودرېږي. مگر انالوگ میتری خاصیت سلو گردشی لری د تیز گردشی لری دا یو ستونزه ده میگه کاملا. بله په دې لچه بله یو خبر کول د کې بلم غواړم هغه دا چې د کابل د برېښنا اداره مصممه ده، متعهده ده د دغه سي دوستانو د مشکل د حل لپاره موږ مشخص ټیمونه لرو، مشخص ګروپونه لرو او مشخص دفاتر لرو. د برېښنا ادارې ته مراجعه وکي او ودي وایي زما دا بل زیات دی. موږ کاملا د مشتری سره یو ځای ساحې ته ځو، هغه میټر راخلاصو. موږ یو دستګاه د کنټرول د میټر لرو چې هغه په $1,000,000 شوې ده او د دې مشتریانو دپاره م اخېستې د ده په مخ کې دغه میټر هغه دستګاه ته ورکوو. نو هغه دستګاه نه د ده لحاظ کوي او نه زما. هغه دستګاه چې کوي هغه ګوري که چیرې واقعا دا پکې ستونزه موجوده وي. زه روزمره همدومره چې د خلکو نه موږ پیسې اخلو او د برېښنا اکاونټ ته اچو همدومره مجرایي هم موږ خلکو ته ورکوو. زه به یو مثال هم درته په منډه ولنډو کې به درته وایم. هغه دا ده چې موږ په دا تېره هفته کې یوازې د روشن کمپنۍ په یو بل کې غلطي راغلې وه 30,000,000 نه 10,000,000 ته من په یو ورځ کې مجرایي ورکړې ده. یعنی موږ بیرته مجرایي ورکو. بله که چېرته غلطي مننه کوم په دې هیله چې د ورور هم ځواب ترلاسه کړی وي. بیا هم اړیکه لرو. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام احترامات به شما و به میمانتان تقدیم میدونم صاحب. تشکر. یک عرض داشتم، یک پیشنهاد داشتم صاحب. همی برقای از آن وقت میره 24 ساعت دوامدار. مشکلات مردم شما میفهمین که اکثر مردم از طریق همی هاویتار از طریق واترپمپ میکشن در مساجد او نمیباشه. ایتی یک کار شده که حداقل اگه 24 ساعت میره حالا مشکلات خود ما درک میکنیم گپی نیست. منتها روزانه روز یک 2 ساعت یا 1 ساعت یک بخ ده ایتی یک ترکی در 24 ساعت میره بسیار مشکل از برای مردم. بله از کجا؟ با عرض معذرت از کجا با تماس شدن برادر؟ ما از دارارا از دانباغ از کابل به تماس شدن. تشکر میکنم. منتظر باشم. دیگه نمیرسه مرک توجهیتان رو میخواییم که حداقل روزانه 24 ساعت یک تره نباشم یک روز 2 ساعت اگر برق ده مثلا مشکلش حل میشه از مسئولیت و از تشکر میکنم برادر. مومن سب دورور هم وی چه سلی رو ساعتو که هم بریخنه نه رازی سه فکر که بیچه آیا دست برچوی هم موجوده ده. من نکم ده دورور نه چه ده ستونزه ی درکړی دا او تحمل د لودې دی او هغه خپل معقول پیشنهاد وړاندې کړی. موږ پرون خپل تخنیکی ټیم دغه دویم ځل لپاره چې کوم تخنیکی ستونزه پیدا شو نو بیا مو استراری جلسه درلوده او ان شاء الله دغه ورور د پیشنهاد په اساس باندې به همدغه شی تنظیمي کله کوم چې د ورور ویل همدغه شی هدایت ورکړی دی چې هر منطقه اقلند او بو د لپاره او اقلند نورو بعضی کارونه چې لري کالی مینځل او تو د لپاره حتمی و ضروری چې په څلور ساعتو کې ټول کمزوینه چې موږ ورته برېښنا رسول هغه باید یو څه برېښنا واخلي تر څو ستونزه. بله پام دې هیله. بیا هم اړیکه لرو. بله سلام علیکم. وعلیکم السلام. صبحتون بخیر. تشکر میکنم. صبح شما هم بخیر. کی از کجا به تماس شدین؟ اسم ما غلام حسن از تبریز داخل به تماس شدیم که به خاطر این برپا. با معذرت از کدام ساحه؟ از ساحه مربوط به حوزه 16 مثل تبریز تو داخل. خب بفرما برادر سوالتان. برادر من این برقا دیگه فعلا نمی برای از 24 ساعت هم برای ما نمی رسد. بسیار باشد 80 یا 50 بعد از او قطع می شد. معلوم نیست که این تاثیر زگوزا هست بخاطر سی اینال قبلا که بود به تفر بود ولی در ایچان وقت شده که بدر دینال برستی که اینال یکن در قصد اینال میره حتی بدر شش سام میان یک بر یک سال یکی نیم سال باز گم میشه. حالم نیست ساده با یازده به ایچان برق نداره. بله تشکر برادر. منتظر جوابتان باشین. با وجود که سوالتان پاسخ هم داده شده باز هم آقای مومن در خدمت است. مومن سبیه هم میره بانی اوکری اولو که جواب نده جواب ول شویده و رور حتما دستون زین خبر نده. مومی ستونزه پیدا شوه ده په لاره کې پایا چپه ده. موږ د درې سوه
یا د 200 او د 300 میگا وات برېښنا په ځای باندې اوس په کابل کې اوسول شپېته لري، یعنی نیم په نیمه نیم په نیمه نه زیات تا د چې د نغلو او د میپر برېښنا ورنه دغه شوی نو تقریبا 100 میگا وات هغه، یعنی د 300 شپېته 300 اته میگا وات په ځای چې ته یو دم 200 میگا وات ته نه کم کې نو حتمی به وي چې خلک به بله په دې هیله چې د ورور بیا هم خپل ځواب ترلاسه کړی وي، بیا هم اړیکه لرو. بله سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید برادر، کی از کجا و تماس شدین؟ ما از بوتل خیر حال هستم در باره بلای برق. بفرما برادر. برادر امی بلای برق هم پیشنهاد میکنیم که در تمام دنیا یک ماه هست از ما شما چرا چند سال است که امی دو دمانبادی به دولت هم خسارت بر مردم هم خسارت. تشکر، منتظر پاسختان باشین. مومن صاحب دوی ده بل برق چو وقت را پا دی خوابانی پا برشنا پا اداره که ده دی مسئله ده پاری او کمیسون جور شوه ده و ده کمیسون خپل اغا طرح نهایی کرده ده اغا طرح مونگا پارلمان تلیلی ده تر سو پوری پا حیعت مدیره هم در مونگ ده طرح ورطوری سیگی و پارلمان هم ورطوری سیگی و مونگ ده طرح نهایی شی نو انشالله پا مونگ پا دی برخه که کار کو چی بلو نیو میشتی نیشتی. بله من نکم بیا هم علی کر اخلو. بله سلام علیکم. سلام علیکم، مهربانی اکره ارور، چوک لکم زیسا خمو علی کنی ولی لغمان نغاگی گما دی منگ تقا یا تکالا کی گی تا پایی پا دی کرغی و نسوالی کسی دا سبسوی دی او تکتیب دی او سل پایی او برگ درک نلری تو پایی کور بکور نسکری. بله من نکوم ورور، گرچه خغلی مومن هم در کابل در بریخنا رئیس دیخو که پا دیاره چه معلومات ولی لیتا سبه هم شریک بی من نکوم دا چه یو کلمخ که زده ننگرهار در بریخنا رئیس هم اتا کالا خونه کیگی خو دو کالا پخواه در ننگرهار نده پایی ما پخبل انتقال کرده و ده سرخاکان و ده پلونه تر ده مندرور ده پول پوری پا داغه منطقو کی نصف شوی ده دا غیث نور قلمون اجناس چی دی آغا هم آماده دی لغمان تا انتقال شوی صرف دو قلم جنس پاته دی چی آغا یو کیبل دی و ترانسفرماری دی آنچه هم دا وست پا برخنا شرکت که کیبل خوی فکر کوم چی در انتقال بشی پا هم دی میاش که او دی ترانسفرمارو چون دیری پیسی دی دا پا ملی تدارکاتو که پروسه روانه دی انشاءالا دا کار که دی. بله فدی هیلا چی دی ورور هم خپل زواب تر لسه کرده وی بیا هم عری که دا گرزو. بله سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید کی از کجا با تماس شدین؟ تشکر، سلام علیکم به شما و به میهمانتان. میخواستم از برق بدخواب شکایت کنم، من میشد ما پیسه جمع میکنم و برق مدرک نداره. روزانه چند ساعت برق دارین؟ نه خیلی ما هیچ برق نداریم، پایه آوردن زیاد پیسه ما جمع کردن، نیم پایه پیسه جمع میکنم به خاطر برق تقریبا 5-6 هزار جمع کردن اما پایه آوردن تا لینش درک ندارن. آب تشکر، منتظر پاسختان باشین. مومن صاحب بود خاکسی میسه خیلی کنی ولی دیده خورجان سوال یو داده چی ده پیسو خبره ده و بل داده چی ده پای دان دایی پر دیر آخر منطقه که بود خاکی واقعی دی موگ حتما برپرسوانه که دلتا مانا دا چی پایی چی انتقال شوی مانا دا چی ده سکیچ شوی ده دوی دیزاین شوی وز موگ ده پروژی چی پا هر منطقه که ور تا برخنا رسیگی 50% کار ده او پروژه از منگه صرف ده سکیچ او دیزاین ده، یعنی دوی پا منطقه که 50% نه چه بلکه 50% کار شوه پا انتقال شوی. بلا هلمنده میداده چه پا بعض منطقه که ده البته ده کابل طول شریف خاریان و تزمه ده خوانه ده پیغام ده چه پا بعض مناطقه که البته ده وکیلانو پا نامو بانی و ده مشرانو پا نامو بانی ده خلکونه ده برق پا نامو بانی چه پا انتقالو ده که واغه که پیسی طول از منگ ده کابل بریخنه ده اداره هلمندی داده چه ده برخنا ده اموراتو پا سرطرسولو ده پاره هیچ چا تا یوه روپه باید ورنکی ده کابل برخنا مصممه ده او متعهده ده چه ده کابل هر گرد گرد تا پخپلا پخپل طول مصارف بانه برخنا ورسه. بله من نه فده هیلا چه ده خور هم زواب ترلاسه کرده بیا هم عالی کر اخلو. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، صبح شما بخیر. تشکر، صبح شما هم بخیر. بفرمایید برادر کی از کجا با تماس شدین؟ من محترم شما همچنان سلام، صبح شما بخیر. ممنونتان، سوالتان؟ من سوال من است که برادر عزیز امیر پر پرتری پر همه کنن ما قبول داریم از مشکلات برشنا ما میپذیریم اما یک رقم به یک شکل ظلمانه اینا گل میکنن. شما باور کنید که تمام چیزی که یک چار سرغری بیتره دم یک چار خود یک چیزی
ذخیره میکنه همیش خراب میشه. اوست میپرسن این یک پاتری که مثلا 2-3 سال باشه انسان قبول میکنن، نه از این که 12 ساعت، 18 ساعت، 15 ساعت پاکوی میکنن. بله تشکر برادر. ما مشکلات برشنا بله. نپذیریم. از کجا به تماس شدن شما؟ جایتان؟ ما از کابل هستم برادر. از کجای کابل؟ از منطقه کارتی چار از دیده. تشکر، یعنی تشکر میکنم. یعنی کنر ظلمانه اینا گل میکنن، شما بار که یکی برق زیاد میشه، کم میشه، پکای مردم سوخت، تلفونای مردم سوخت، یخچالای مردم سوخت. بله تشکر میکنم. تشکر. زنده باشین. مومن سب دوی حمد برق ده تیزوالی یا همون تاجخ کده که دوی چگی دو دو برخی لاری اول خدا دی چی دی دوست سوال پر جواب که دا بایم چی برق موگ نغارو چی گولو پرچاوشی موگ تکنیکی مساله دا موگ دی تا ارکی گو چی باید پرچاوشی دا ځکه چې کله زموږ ته په پاور ترانسفارمر چې په سبسټیشن کې دی چې هغه د په میلیونونو ډالرو خبره ده او هغه سوځي هغه هم د ملت سرمایه ده او بیا په میاشتو میاشتو باندې بیا د جوړېدو امکان یې نه وي. نو موږ ضروري یو چې یو منطقه ورته پرچاو کړو. که چېرته یوه کوڅه او یو منطقه لکه کارتسي یا کارت چار برقونه لري او 2 ساعته دا به ښه وي او که زموږ یو سبسټیشن وسوځېږي او هغه بیا په کلونو کې جوړولی نه شي دا به بله دا چې ولتاژ د ولتاژ د لوړېدو او د ټیټېدو هم رښتې پرون او ابل پرون په دغه منطقو کې دا ستونزه وه. د دې ستونزې په وړاندې موږ پرون هم ورباندې کار کړی، دا په میډیم ولټیج کې نه وه، دا په های ولټیج کې ده. البته د نایب آباد چې د تاجکستان نه شروع تر کابله پورې موږ ګروپونو ته وظیفه ورکړې ده چې وګوري په لوړ ولټیج کې وګوري چې دا ستونزه په کوم ځای کې ده. خو پرون د 1:30 بجې نه دې پلو زه فکر کوم دا دوست به ما سره کړي وي چې دا ستونزه کمه شوې ده نشته او نن موږ هم کوشش کوو چې په دې هیله چې د ورور هم ځواب ترلاسه کړی وي تلیفوني اړیکې ته ګرځو. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم برادر. بفرمایید برادر، کی از کجا به تماس شدیم؟ مطلب هستم از کابل به تماس شدیم. آها سوالتان؟ در ساحه قصبه یک مشکل کلانی را که ما داریم، ما در میخانی خود بل ما که هر وقت می از 15,000 الی 18,000 پا بل ما می ما مکررن با می کسی که می ترخان ما با اینا تماس شدیم و چندین بار ما می تلفی از را بر از اینا نشان دادیم که این یک بار غلطی، دو بار و ما رفتیم بر ریاست برشنا. در ریاست برشنا هم بر ما گفت که شما هم را عیت تان کب بزنین امرو از اونا که کب زدیم، اما غلطی معلوم شده، ما هم اصناد خود چندین بار بر از اونا نشان دادیم ولی هم اجراعاتی که باید از می شده هیچ بایدیم. برای یک خواهش ما جناب رئیس صاحب که امی بلای را که اینا دو ماه بعد برای همه گیرای میکنن، اگر امی ما به ما باشه برای کلگی مشکلات تون یک کسی که بزاشته باشن. بله تشکر میکنم برادر، منتظر جوابتان باشین. مومن سب مهربانی اوکری کابل داره و خاصه تنظیم دفتر د کابل د ټول خاریانو په مخ باندې باز ده. زما اداره زما دفتر بندیزونه نه لري، په لاره کې پټکونه نه لري، هر څوک زما دفتر ته راتلی شي او راځي. زه د ورځې د 400 نه تر 500 پورې مشتریان روزمره زه پخپله ګورم. دوی راتلی شي خپل مشکل زما سره شریکولی شي. دا یوه موضوع. بله موضوع، موږ ډېرې ستونزې نورې هم درلودې چې په میټرخانه کې هم لرو دي، په میټرخانانو کې هم لرو دي. اوس الحمدلله د کابل ښاریان، زه به چې پخوا تلویزیونو ته تلم نو غیر د میټرخان نه بل خبره نه وه. اوس چې زه راځم ما نه هیڅ نه وه په میټرخانه کې، نه مشکل راته څوک وایي. نو زه په دې پوهېږم چې هغه کچه دی چې په میټرخانې په با باندې موږ که مشکل لرو ده هغه راټیټه شوې. د هغې علت او دلیل دا دی چې ما 9 نفر منفک کړي دي، په شپږ 1 نفر په خپل تفتیش داخلي ته معرفي کړي، 22 نفر مې مکمل د میټرخانې نه لرې کړي دي، او 9 نفر مې په 1995 کال کې نوي ځوانان میټرخانان، متعهد میټرخانان او داسې کسان چې هغوی مو په اصطلاح هغه سوګند مور نه اخیستی چې دوی باید دغه ونه کړي، غلطي ونه کړي. دویمه خبره بیا هم هغه دی، 2 میاشتې میټرخانه ده. زه یو شی د کابل ښاریانو ته وایم چې که په 1 میاشت کې بل موږ توضیح کړو دا زموږ په ګټه ده، دا زموږ په تاوان نه ده. بعضې خلک بل فکر کوي
نو کومک برېښنا چې کله د دوستو مملکتونو د همسایه مملکتونو اخلو موږ پیسې پیشپرداخت ورکو، مګر موږ چې خلکو ته برېښنا ورکو دوی دوه میاشتې وروسته پیسې راکوي. که دا خلک پیسې زموږ یوه میاشت وروسته راکړي نو زموږ به ګټه وي که تاوان. بله مننه، په دې هیله چې خبر بیا هم خپل ځواب ترلاسه کړی. بله اړیکه راخلو. بله سلام علیکم. السلام علیکم. مهربانی ورور، څوک لکم دي څه خماړی کني ولې بلای مدام شاور مين کوم سره خماړی کني ولې احمد شاه بابا مين مهربانی او ست سلام او ملمتم علیکم السلام. ما سوال تقریبا جواب شو. زما خپل د کسان نیم شي احتال مې سوځي دلې پاس بلاته تکارونه پاره د کړي چې په ګوله ولګي کې سلو څه په رئیس بار په هغه مثلا او زم دا د سټ یو د اوټیل پروجکشن کې د دې یو کارمن دی. کله چې کرکټ وي دا د پخته تکي او دا خبره د کی کم د ساتل پښتنه مو کړي خلکو ته ټلیفون نم کړو زمونږ د هزارګر ورونه د اقتصاد پر اونور لک دا خواهش کوم چې دې بار ته وځو. من نه کوم اورور، من نه د زواب په پخته مته بس د څه بچاګون نه کړي او په ثانیه کې دی اورې. بله من نه کوم مومن سره سوارم چپ کړی د خیر کنده کې لګزره کوم چې دا بار ته. بله د زواب په تمه اوسه اورور کور مو ادان ان شاء الله. دا بخي دا چې په وتخلو کې څوک دی موږ وو تخلو کې دولس دی اړس نفر په هغه سبسټیشن کې لرو او وګورو چې اسوک د شی برخه تکي خو زه خبره دی ورور ته کوم چې زموږ هیڅ دی په د غیر د مسؤل اشخاصونه چې هغه د ډیسپچینګ اداره ده او هغه ډیره لري ده او هغه په حتی هغه کسان څوک لیدیم نشي ځکه په هغه ځای کې ډیر بندیزونه دي. د برق چالانول او پرچاول د هغوی کار دی. بله خو دوی یو څه ته چې اشارهپخپلسرچالانولی شي مومن صاحب، دوی یو ډیر جالب ټکی چې غدایي برخورد کوي چې کله کرکټ لوبې وي دوی وي چې برېښنا پرې کیږي. څه فکر کوئ څومره به دا حقیقت ولري یا دا چې تاسو به پلټنې کوئ که په لنډو ټکو کې راته؟ زه کاملا د دې سره مخالف یم او دا د کابل د برېښنا کې چې کم کارکوونکي دي دوی هم د دې ښار اوسیدونکي هم دي. دوی هم اولادونه لري او کورونه لري، په کور کې برېښنا لري او دوی بچیان لري او دوی د په کورو کې د کرکټ مینوال شي. بله خو بیا هم په لنډو ټکو غواړم چې وخت ډېر کم په واک کې لرو، له خلکو څخه مو غوښتنه څه ده تر څو له تاسو سره په دې برخه کې همکار وي؟ په لنډو ټکو کې راته وایئ. د خلکو نه مې هیله مندي زموږ همېشه ده چې موږ هغه کافي برېښنا چې د کابل د ښار د خلکو لپاره پکار ده هغه کافي برېښنا موږ په واک کې نه لرو تر څو پورې د 2013 کال اخیر نشي. تر هغه پورې دوی ګزاره وکړي، خپل مصارف دې کم کړي او هم ورباندې بل به کم راشي او هم به ټولو دوستانو ته برېښنا. ډېره زیاته مننه کوم مومن صاحب چې له موږ سره مو برخه واخیسته او د هیوادوالو پوښتنو ته مو ځواب ورکړ. کور مو ودان. حسنه باشین. برای ادامه آغاز روز با من افسون محمدی خوش آمدید. در این لحظات برنامه آغاز روز همکارم زاکر نوری از ولایت بغلان وصل است و در مورد وضعیت امنیتی ولایت بغلان بحث و گفتگوی می داشته باشیم. این که روز گذشته دو روز می شود که طالبان بر ولسوالی مرکزی ولایت بغلان مرکزی ولایت بغلان حملات دارند و نیروهای امنیتی با طالبان در نبرد شدید با آنان قرار دارند و همکارم زاکر نوری همچنان با ما از طریق تماس تلفنی وصل هستند و روی چگونگی وضعیت امنیتی ولایت بغلان بحث و گفتگو می داشته باشیم. زاکر سلام بر خودت و همیشه در مورد وضعیت امنیتی ولایت کندوز بگین که بغلان بگین که اکنون در بغلان چگونه یک وضعیت است؟ همکار عزیز سلام بر شما، سلام بر بینندگان برنامه آغاز روز و همکاران هم در استودیو مرکزی. از در 48 ساعت گذشته مردم بغلان شاهد درگیری شدید بین نظامیان افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بغلان مرکزی بودند. طالبان که از ولایت کندوز و ولسوالی دهنه غوری بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی، برکه، دو ناحیه شهر فلخمزی که دند غوری و دند شابودین از هجوم آوردند بالای ولسوالی بغلان مرکزی که مسیر شهرهای سه ولایت شمال شرق کندوز و تخار بدخشان از پای ولسوالی رسم خود بودند. اما تا هنوز نیروهای امنیتی با مقاومتی که داشتند نتانستند طالبان ای ولسوالی رسم خود بودند و برعکس نیروهای امنیتی عملیات طالبان عقب زدند. شب گذشته ما هم شاهد تحرکات طالبان مسلح و یا چندین تحرکاتشان بر
بخشهایی از ولسوالی بغلان مرکزی بودیم که نارسیده به شهر ولسوالی بغلان مرکزی یک استقامت دو سرکه ولسوالی بغلان مرکزی میکن. اینجا را هم تصرف کردن طالبان و یک پوستر اینجا هم اینا و تصرف خود آوردن، اما دوباره نیروی امنیتی با مقاومتی که داشتن اینا را از این ساحه عقب راندن، پوستر دوباره و تصرف خود در آوردن و در حال حاضر جنگ پروکش کرده. اما به گفته عام طالبان و نظامیان افغان سنگر به سنگر هستند و این که نتیجه چه خواهد شد گذشته زمان به او پاسخ میده. بله زاکر، خیلی کوتاه اگه اشاره داشته باشین، تلفات از نیروهای امنیتی همچنان از افراد ملکی و طالبان چگونه است؟ خیلی کوتاه اگه اشاره داشته باشین. طالبان مبتلا تلفات شد بیشتر از 20 تن کشته و اضافه از 30 تن زخمی عنوان کردن، اما 70 درصد از با مزدر 49 زخمی ما در 48 ساعت گذشته داریم و 7 واقع فوتی که آمار دقیق شنه میگن که چقدر از این نظامی چقدرش ملکی، اما منابع در ریاست تحتامه تایید کردن که 70 درصد این زخمی و واقعات فوتی افراد نظامی هستن و متواقی افراد ملکی هستن. سپاس از خودت زاکر نوری از معلوماتی که در وضعیت امنیتی ولایت کندز با ما و بیننده شریک ساختین. یک جان سپاس. سپاس از شما و از بینندگان آریانا نیوز. تشکر. و حالا در وضعیت روی وضعیت بیجای شدگان داخلی در کندز بحث می داشته باشیم و میهمان من در همین مورد عبدالله قرلوق عضو مجلس سنا را با خود داریم. آقای قرلوق سلام بر شما و بسیار زیاد خوش آمدید به بحث امروز. آقای قرلوق، میشه در مورد وضعیت امنیتی ولایت کندز و همچنان حالت بیجای شدگان ولایت کندز بحث داشته باشیم، چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست سلام خدمت بینندگان عزیز و همکاران شما. در رابطه با وضعیت قندوز بغلان هم رقمی که گزارشگر شما گزارش دادن، وضعیت در مجموع در سطح از دولت خراب است، رو به افزایش است. باز به خصوص ولایت قندوز و توقعی که و انتظاری که مردم قندوز داشتن از نیروهای امنیتیشان، از دولت مرکزیشان، متاسفانه و توقع و او آرزو برآورده نشده. هنوزم تهدید امنیتی، هنوز هم نگرانی های مردم از لحاظی از نگاه بی‌ثباتی در جای خود باقی است. صرف منتها تشویشی که از خطر سقوط قندوز برده می شد، خوشبختانه این تشویش و این نگرانی سقوط بارسی او به قندوز الحمدلله متصور نیست. گرچه مخالفین نظام و دولت چندین مرتبه حملات تهاجمی خود از موقعیت‌های مختلف داشتند، اما به عقب زده شد. اما این برای ما دستاورد یا برای ما چی نیست که شهر قندوز سقوط نجات بده، بلکه پیشنهاد مردم، آرزوی مردم از دولتشان این بود که بعد از تهدید بیرون براین، بعد وضع امنیتی بهبود پیدا بکنه، شهر اطراف شهر از وجود مخالفین باید پاکسازی شود. هنوز هم مخالفین در ساحات و در فاصله نزدیک به شهر، یعنی در فاصله های 5 کیلومتری و 10 کیلومتری 3 کیلومتری حضور خود داره. گرچه از دیروز به این طرف یک سلسله عملیات ها را نیروهای امنیتی ما آغاز کردند، در نتیجه از او عملیات بعضی از جاها را اینا با تصرف خود آورده است، قبل منطقه چبرما میگه و منطقه دمشاخ قریه ملا سردار و امروز قرار معلومات که امیدواری است که به طرف حضرت سلطان که در فاصله 5 کیلومتر و 10 کیلومتر شهر از به اون طرف اینا پیشروی خود داشته باشه. و ما هم امیدوار از این هستم که تنها اینها با آرام بودن شهر اکتفا باد نداشته باشند، تنها به مسئول بودن شهر از خطر سقوط باید مطمئن نباشند، بلکه تلاش به این بخرج بودن که مناطقی که قریجاتی که ساحاتی که از مدت ها از پار سال به این طرف که در اختیار دشمن قرار دارم، از او جا گاهی گاهی باعث تهدید برای شهر واقع میشه، باعث مسدود شدن مشکلات برای شهرها واقع میشه. باید این تهدیدات به شکل اساسی باید از بین برداشته شود، این مناطق از اختیار از وجود مخالفین باید پاکسازی شود تا اینکه مردم ما نفس راحت بکشه، تا اینکه مردم ما در یک فضای امن و امنیت زندگی داشته باشه. اگر ما در مجموع بررسی اگر بکنیم اوضاع امنیتی قندوز، ساحات بیشتر ولایت قندوز با شمول ولسوالیاش در اختیار ازواج در اختیار دشمن است و اون مردمی که در ساحه و قلمرو مخالفین زندگی میکنه
در یک وضعیت بسیار بد ناگوار قرار داره. به دلیل از اینکه چون اونا باجگیری میکنن، سربازگیری میکنن، مردم نفس راحت کشیده نمیتونه، کار و بار و زندگی و تجارت و آزاد کرده نمیتونه، زیر یک استعمار مطلق هستن، مجبور هستن که اگر از خانه ایشان هم برای بعد اجازه باید داشته باشن. باقیمان به ارتباط موضوعی بیجا شده ها، بلی یکی از جمله موضوعات جدی را مسئله بیجا شده ها تشکیل میده که از جمله نگرانی بسیار سخت و شدید است. در هفته های گذشته حتما در جریان هستیم که در منطقه دمشاخ و خواجه پاک، منطقه تلوکه، قره ملا سردار، در ایسا ها تقریبا بلک ها انسان در اوجا خانه در اوجا زندگی میکنه. جنگ بسیار دوامدار در اینجا صورت گرفت در همین مناطقی که من خدمت شما به یادآور شدم. در نتیجه جنگا که هنوز هم این ساحه خط جنگ است، مرمی دشمن هم در این منطقه وارد میشه، مرمی نیروی امنیتی هم وارد میشه، بله هنوز هم جنگ جریان داره. به ارتباط بیجا شده براتون بگم که اینمی مردم بیجا شدن از خانه هایشان، خانه زندگیشان کلش از دست داد، حتی خانه هایی هستن که کاملا تمام حسب بودشان از دست دادن، به خاک ویران شده یا اثر اصابت هوایی چون در وجود اصابت کرده، خانه تخریب شده یا در اثر اصابت سلاح ثقیله دو طرف، و مردم فعلا تعداد زیادی در ساحات امن آمدن بیجا شدن، به خصوص در شهر قندوز آمدن، یک منطقه را در داخل شهر، منطقه امام بخاری میگه، کله پزی میگه، در اینجا آمده مردم زیر خیمه ها در هوای سخت قندوز که در حرارت 45 درجه و 48 درجه در اوجا در یک وضعیت بسیار نگران کننده، رقتبار در اوجا بوده باش زندگی میکنن. تنوز هم کدام مؤسسات و کمک کنند، مؤسسات کمک کننده در رابطه با این بیجا شده و کمکی یعنی که لازم است کمکی که لازم است اجا وزیر میکنه که بعد تامین زندگیشان شوه، از این آیه مطمئن شوه. متاسفانه این رقم یک کمک همکاری صورت نگرفته. ما امیدوار هستم که برای بیجا شده های منطقه تلوکه، دمشاخ، خواجه پاک، قره ملا سردار، آلچین، دی مردمی که اینا بیجا شدن مؤسسات کمک کننده دولت مرکزی ما توجه باید داشته باشن، همکاری بکنن تا اینکه از یک طرف مردم خانهشان از دست داده، مال و سامان و اسباب خانهشان از دست داده، و از طرف دیگه پریشانی بیجا شدگیشان اینا را سخت رنج میده. امیدوار هستیم که در این قسمت درست توجه هم کاری شود. آقای قرار شما چقدر صدای مردم به گوش حکومت رساندین؟ صدای حالا که مردم ولایت کندوز بیجا شدن، چقدر صدای بیجا شدگان را به حکومت رساندین تا رسیگاه های لازم برشان صورت بگیره؟ از روزی که همه واقعه همه اتفاق افتیده، از همون لحظه ما دست به کار شدیم، به رئیس به جمهور، به وزارت مبارزه با حوادث ما این صدا را بلند کردیم، برشان یادآور شدیم که باید رسیدگی صورت بگیره، توجه صورت بگیره. متاسفانه کمتر به این گپ اینا گوش دادن. اگر شما داد داشته باشین، هفته گذشته در رابطه با مسئله ناامنی ها و در رابطه با بیجا شده ها یک هیئت بلند پایه قندوز سفر کردن که در او شامل بود وزیر دفاع، معینی ارشد وزارت امور داخله، از ریاست عمومی امنیت ملی، بله. اونا از نزدیک رفتن. این می سر و صدا های ما بود یا این که می فشار ما بود که بالاخره اونا باعث به این شد که بعد همی حرکت های ما، فشار های ما، اونا باید سفر داشته باشن، بعد خود از نزدیک خودشان قندوز باید ببینن، وضعیت بررسی داشته باشن بکنن. اما بود که در افتی گذشته اونا رفتن، دیدن، مردم را دیدن، شورای ولایتی را دیدن. چه کار را انجام دادن؟ تانوس خود کدام کاری را که با رفتن از یا انجام داده باشه، کدام تغییری را در سطح تبدیلی یا در سطح مثلا یک تغییر آمده باشه، یک بیبود آمده باشه، متاسفانه نیامده. ما امیدوار هستیم که در آینده شاهد یک تغییر بوده باشیم، شاهد یک بیبود بوده باشیم در وضعیت زندگی مردم، در وضعیت امنیتی ولایت قندوز. پس علت سفرشان بر کندوز چی بود که حالا که برستگاه نشده و باید چیزهایی که شما حالا یادآور شدین از حکومت خواستارش بودین و وزارت دفاع وادار به این شد که از ولایت کندوز دیدار کنه، دلیلش که رستگاه صورت نگرفت چی بوده؟ خب چون اینا نو سفر کردن آمدن، حتما بررسی های خودم داشته باشن. ما امیدوار هستیم که با ارزیابی که اونا خودشان از نزدیک کردن، بله. حرفا و طرحهای
شورای وکیلای شورای ولایتی را معززین متنافذین مردم قندوز اینا با خود گرفتن. ما امیدوار هستیم که با او طرحا با او پیشنهادهای اصلاحی که مردم داشتن با اینا عرضه کردن مطابق با او اینا اقدامات خود داشته باشه، اینا یک گام عملی را برای تغییر برای بهبود باید بردارن. فکر میکنید که طرحهایی را که پیشنهاد کردن عملی شوه؟ اگر در صورتی که طرحا اگر عملی نشوه بازم امو بدبختی، امو مصیبت، امو وحشت، دهشت مثل که در گذشته در قندوز حاکم بود بازم حاکم میشه، باز مردم هم رنج خود میکشه. پس آقای خرولاق کدام مناطق و یا ولسوالی ولایت قندوز تحت تهدید قرار داره؟ به این ترتیب که بگیم قندوز خود در مجموع زیر تهدید است. به طور مثال میگم که از ولسوالی اگر شروع بکنیم که ولسوالی در شهرشی در حدود 80% پیش مخالفین است. بله، حکومت تواناز عملیات تازه ایران رو اندازی کرد، نیروها اعزام شده، توانایی از ایران نداره که ولسوالی هرچی رو بگیره. بعد چی دلیل؟ من نمیدانم که دلیل چی است. یک، ولسوالی امام سی 50% پیش مخالفین است. یعنی در وضعیت بد امنیتی قرار داره قندوز. ولسوالی قلعه‌زال به این ترتیب، چهاردره به این ترتیب، خود مرکز قندوز. بله. مرکز قندوز تقریبا در حدود 70% اراضیش پیش مخالفین است. و سه ولسوالی که بعداً منظور شده، ولسوالی گلتپه، ولسوالی آختاش، ولسوالی کلباد، این سه ولسوالی به صورت کامل پیش مخالفین است. راه وجود داره. راهش ای است که بعد دولت مرکزی ما در این قسمت توجه باید بیشتر داشته باشند، حمایت قاطع، حمایت نیروهای همکار با نیروهای امنیتی ما، اینا همکاری داشته باشند در قسمت اجراعات حملات هواییشان به یک مدیریت درست، به یک سابقه اداره درست، اینا عملیات ها را اگر آغاز بیندازن و حمایت هوایی قاطع هم وجود داشته باشه. حالا در حالی که خواستار شدین که از حکومت تا وضعیت قندوز در وضعیت بد امنیتی قرار داره و عملیات ها و خواسته هایی وجود داشته که تا عملیات بر ولایت قندوز را اندازی شوه؟ از دو سال به این طرف از که ما این خواستار خود داریم. دو سال مسلسل همزمان پیگیر ما این خواستار تقاضا را داریم که قندوز از حالا نیروهای امنیتی با مخالفان در نبرد قرار ندارن در ولایت قندوز، یعنی هیچ گونه عملیات وجود در نبرد ندارن. عملیات این رقم عملیاتی نیست که منطقه تصفیه شوه، منطقه گرفته شوه، قریه گرفته شوه. عملیات به این رقم است که حالت در حالت تدافعی قرار دارن، در حالت دفاعی قرار دارن. اگر عملیات هم باشه عملیات قسمی است که فقط یک قدم پیشتر میرن باز توقف میکنن. این عملیاتی نیست که چشمگیر بوده باشه، عملیاتی که دستاورد گسترده بوده باشه، قابل ملاحظه بوده باشه. یعنی شما ببینید که شما عملیات گفتن در منطقه تلاوکه به نام خالد یک و خالد دو نفهم کام پامرچی و یک ماهی مسلسل این عملیات بر انداختن. یک ماه، بله. یک ماه بسیار زمانگیره، باید در یک ماه کل قنوز باید تصفیه شود. در مدت یک ماه صرف یک قریه را گرفتن که تلاوکه است. بعد از گرفتن از او نتونستن متاسفانه او را تحکیمات بکنن، حفظ بکنن، مخالفین ضد حمله کردن، ظرف یک روز گرفتن. یعنی نیروهای تازه دم، تازه نفس که گفته می شود اعزام می شود، اینا اعزام نشده تا روز برگرده. مشکلات وجود داره. دلیلش در چی میبینید آقای قرلاق؟ حکومت عملیات را راه اندازی نمی کنه و ولسوالی های رکالا شما یادآور شده این از قندوز را تصفیه نمی کنه از وجود مخالفت. چون علتش یکی که تنها در پیش حکومت گپ قندوز نیست، چون در مجموع کل افغانستان مشکلات ها وجود داره. دولت روبرو است در مبارزه با تروریسم در ولایت های مختلف. یکی خو این مسئله است، اینا را چی ساخته مشغول ساخته. و از طرف دیگر توجه هم کمتر است نسبت به قندوز. اگر توجه اگر بیشتر بوده باشه، هدایت جدی قاطی وجود داشته باشه به ای که یعنی ارادی وجود داره برای راه اندازی عملیات بر اراده وجود داره برای تصفیه سازی ولسوالی های ولایت قندوز. اراده وجود داره، بعد اراده بعد عملی باید شوه. ای که اراده باشه ولی اراده عملی نشه بازم نتیجه نمیده، فایده نداره. دلیلش در چی میبینین که آقای قرلاق عملی نمیشه؟ یک دلیلش همین است که چون دولت مرکزی ما به دلایل از اینکه در ولایت های مختلف جنگ ها جریان داره یک خوبی مصروف هستن و از طرف دیگه در خود ولایت قندوز هم یک هماهنگی درست وجود نداره، یک سابق اداره درست وجود نداره، یک مدیریت قوی وجود نداره. ضعف مدیریت، ضعف نبود هماهنگی قوی و نبود یک راهکار درست سبب شده که عملیات ها به کندی پیش بره و عملیات ها بسیار بطی پیش بره. و از طرف دیگه نیروهای حمایت قاطی در مبارزه با تروریسم
صادق نیستن، جدی نیستن، صداقت ندارن، چون اونا متاسفانه اهداف خود داره، برنامه‌های شومی خود داره. من مطمئن هستم که تجربه‌ای که ما از اونا دارن، اگر اینا اگر خواسته باشن به این که مردم افغانستان بود به خصوص ولایت قندوز در امن زندگی داشته باشه، مردم از نایه طالب و داعش تشویش نداشته باشه، در ظرف مسئولان که مسئول هستند چقدر مسئولیت‌های خود را آقای قبلوق بجا آوردن، در ظرف یک هفته این مسئله تغییر پیدا میکنه. بله. اما مسئولین ما گفته میتونم که در این قسمت، یعنی در قسمت تامین امنیت جان و مال و زندگی مردم، در قسمت تامین امنیت ساحات، قریجات، اولسوالی ها، اینا ضعیف بودن، نتانستن که مسئولیتشان را کمحقه انجام بده و ادا بکنه. بله آقای قرلوق، حالا وضعیت مکاتب چگونه است؟ چقدر باشندگان ولایت کندوز بر مکاتب دسترسی دارند؟ میتونن به مکاتب بروند؟ مناطقی که قریجاتی که ساحاتی که در اختیار دولت است، در اونجا ما مکاتب خود مشکل ندارن، میان در مکتب ها چه از طبقه ذکور و اوناس مکاتبشان فعال است، پیش میروه. اما او ساحاتی که قریجاتی که یا ولسوالی هایی که در زیر اداره و اختیار مخالفین قرار داره، در اونجا هم برای مکاتب طبقه ذکور کدام مشکل نیست، اونا برای مکاتب اجازه فعالیت دادن از مدت ها به این طرف، صرف طبقه اوناس، صنف های بالا متاسفانه مسدود و بند است. خود از یک کلان فاجعه است برای طبقه اوناس ما که تقریبا اگه ما را شمار بکنیم بسیار زیاد از لیسه ها مکتب های متوسطه است که از صنف نو به بالا اینا اجازه زیره نمیتن که در مکتب ها بیا و درس و تعلیمشان اونا انجام بده. حالا آقای قرارق، اگر جنبندی داشته باشیم، حالا که شما گفتین عملیات تازه راه اندازی نمیشه، نیروهای تازه دم اعزام نشده و برخی ولسوالی های ولایت کندوز تحت تهدید قرار داره و عملا مخالفان وجود داره، یعنی تهدیدات رفع نشده آنچنانی که باید رفع میشد، حالا با توجه به این وضعیت که حالا شما یادآور شدین، آینده کندوز را چگونه پیش بینی میکنید؟ خب اگر در صورتی که به این حالت، اگر به این وضعیت، به این منوال باقی بمانه، دولت مرکزی ما یک تصمیم جدی را به خاطر تغییر اوضاع روی دست نگیره، قندوز در اولویتشان قرار نده، تشویش و نگرانی ما ای است که بازم مو وحشت، دهشت در زندگی مردم حاکم میشه و بازم حتی تشویش از این برده میشه که خدا نخواسته بار دیگه قندوز در معرض سقوط قرار نگیره. به او خاطر ما امیدوار هستیم که دولت مرکزی ما قندوز در اولویت کاریشان باید قرار داشته باشن بگیرن و توجه خاص داشته باشن، نظر به سابق الجیشی و استراتژی که قندوز داره، چون با ولایت های با کشور مرز تاجیکستان هم مرز است. به او خاطر مخالفین هم زیاد کوشش میکنه که این ولایت هم که انتخاب کرده با مدلل که باید مرکزیت خود داشته باشن، پایگاه خود داشته باشن، لازم است که دولت قندوز از این حالت، از این وضعیت بکشه. یک جان سپاس از شما آقای عبدالله قرلوق، عضو مجلس سنا، از حضورتان بر بس امروز برنامه آغاز روز. یک جان سپاس و سپاس از شما همچنان. ادامه آغاز روز را هم پس از یک میان برنامه کوتاه بیننده باشید. با سلام مجدد و بر نیم ساعت دیگر برنامه آغاز روز باز هم با من افسون محمدی خوش آمدید. موضوع لحظات برنامه آغاز روز حمایت جامعه جهانی از برگزار شدن انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی های سال آینده و مهمان من در همین مورد رحمت الله صالحی، عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را بخواد داریم. آقای صالحی سلام به شما و بسیار زیاد خوش آمدید به بس امروز برنامه آغاز روز. آقای صالحی، میشه در مورد این بگین که جامعه جهانی در گذشته ها گفته بود که تا زمانی که تضمین وجود نداشته باشه به خاطر شفافیت انتخابات پارلمانی ها و شفافیت انتخابات، هیچ گونه حمایت از انتخابات نخواهد کرد. حالا چی سبب شد؟ چی تضمین وجود داره به خاطر شفافیت انتخابات که حالا حمایت خود را از انتخابات اعلام کرده؟ تشکر. سلام به شما، سلام به بیننده های محترم و همکاران تکنیکی شما. خب جامعه جهانی درک میکنه که افغانستان راه بدیل بر انتخابات نداره، یعنی ما مجبور هستیم، مکلف هستیم انتخابات رو برگزار بکنیم و از طریق انتخابات نماینده های خود از زعیم ملی خود یا هر شخص دیگری رو در یک پست انتخابی تعیین بکنیم.
افغانستان سالهای متمادی درگیر جنگ های داخلی بود، با سالهای متمادی ما جنگ ها را تجربه کردیم، هیچ کدامش به نفع افغانستان نبود. شکل ها یا شیوه هایی که ما قدرت سیاسی را از طریق از او اقتدار به دست آورد. خب جامعه جهانی هم من حیث حامی دموکراسی، حامی افغانستان به خاطر برگزار انتخابات تلاش میکنه که به نحو انتخابات در افغانستان برگزار شود. اما ما به انتخابات شفاف نیاز داریم، انتخاباتی که در او انتخابات رأی مردم سرنوشت ساز باشه و به اساس رأی مردم نماینده ها تعیین شوند، زعمای ملی کشور تعیین شوند. در هر پست انتخابی که کس خود کاندید میکنه باید به اساس رأی مردم تعیین شوند. این شفافیت انتخابات نیازمند تطبیق اصلاحات انتخاباتی و باز بودن روند کاری کمیسیون انتخابات. حالا چقدر اصلاحات با وجود آمده آقای صالحی؟ خب من میایم در قسمتی سوال شما. حال که جامعه جهانی در ابتدا همون سوالی که شما مطرح کردین حمایت خود مشروط به اصلاحات انتخاباتی ساخت، گفتن که تا زمانی که اصلاحات انتخاباتی تطبیق نشه و همون مشکلات قبلی انتخابات مرفوع نشه ما حمایت مالی از روند انتخابات نمیکنیم. فعلا حاضر شدن میگن که ما حمایت میکنیم از پروسه انتخابات، اگر کمیسیون انتخاباتی پروسه را تطبیق میکنه برگزار میکنه ما این را حمایت میکنیم. به خاطر از اینکه کمیسیون انتخابات در می چند مدت داره از تطبیق اصلاحات سخن میگه، مثلا تثبیت مراکز رایدهی، نظارت یا ارزیابی مراکز رایدهی، تهیه فهرست رایدهندگان، تصمیم گیری در مورد حوزه های انتخاباتی، اصلاح بعضی طرز العمل های از جمله اصلاحات انتخاباتی است که در ظاهر امر کمیسیون انتخابات داره روی از این موارد کار میکنه، اما عملا کدام کار اساسی صورت نگرفته. جامعه جهانی هم باید بر علاوه از این که اعلان میکنه حمایت خود را از برگزاری انتخابات شفاف، باید همکاری تکنیکی با کمیسیون داشته باشه، کار کرده کمیسیون دقیقا مورد ارزیابی قرار بده که آیا همون شرایط را که در ابتدا گذاشته بودن که تطبیق اصلاحات انتخاباتی و شفافیت انتخابات بود، آیا کمیسیون به اون طرف روان است یا نه. متاسفانه فعلا جامعه جهانی هم برخورد اساسی و دقیق با مسائل انتخابات نداره. اینا تا یک مرحله اظهار میکردن که ما حمایت میکنیم مشروط به اصلاحات، اما فعلا بدون از اینکه کارکرد کمیسیون ارزیابی بکنن، دقت داشته باشن در کارکرد کمیسیون، میگن ما حمایت میکنیم. خوب است، ما از این حمایت جامعه جهانی استقبال میکنیم کمیسیون حمایت بکنه به خاطر برگزاری انتخابات، اما نیاز مردم انتخابات شفاف است و انتخابات شفاف زمانی برگزار میشه که اصلاحات انتخاباتی عملی شوه، فهرست رای دهنده تهیه شوه، مراکز خیالی از بین بره، در استخدام شفافیت وجود داشته باشه، کار کمیسیون بر مردم واضح باشه که چی کار میکنه، برنامه عمل کمیسیون داشته باشه. این موارد است که کمیسیون باید انجام بده تا انتخابات برگزار شه. یعنی کمیسیون مثلا انتخابات برنامه‌ای را که باید انجام بده، برنامه‌ای را که داشته باشه به خاطر مشخص ساختن حوزه های انتخاباتی، فهرست نامزدان، این کارها را تا هنوز انجام داده، قناعت بخش است کار کرده کمیسیون مثلا انتخابات؟ نه خیر، متاسفانه که کمیسیون انتخابات با مشکلات و چالش های بسیار زیاد روبرو است. مثلا اینا مطابق قانون انتخابات مکلف هستند که حوزه های انتخاباتی را سرنوشت مشخص بسازند. بر علاوه از اینکه اینا نمیتونن در این مدتی که باقی مانده سرنوشت این حوزه های انتخاباتی را کوچک بسازن، اینا گزارشی را تهیه کردن و گزارش به حکومت فرستادن و هنوز هم منتظر هستن که حکومت تصمیم بگیره. فهرست رای دهنده ها را اینا از ماه جوزا به این طرف هر بار اعلان میکنن در رسانه ها که ما انقریب به زودتر این فرصت کارش آغاز میکنیم، اما هیچ گونه کار عملی در این راستا صورت نگرفته تا هنوز. در جوزا دو بار اعلان کردن، در ماه سرطان اعلان کردن، بالاخره اینا چه وقت آغاز میکنن کار ثبت نام رای دهندگان؟ تهیه فهرست رای دهنده ها مطابق ارزیابی که کمیته ارزیابی استفاده از تکنولوژی داشت 9 الی 12 ماه وقت نیاز داره. اینا چه وقت دیر آغاز میکنن؟ تا هنوز آغاز نشده. طرز العمل ها مشکل خود داره و دفاتر ولایتی کمیسیون مشکلات خود داره، در استخدام به کارمندان بسیار زیاد یا نیاز دارن که استخدام شوه، تا هنوز استخدام آغاز نشده کارش. در پروسه ارزیابی مراکز و محلات رایدهی در استخدامش مشکل داشتن، کارش عملا آغاز نشده. این مشکلات است که کمیسیون تا هنوز داره با او دست و پنجه نرم میکنه و زمان انتخابات هم داره روز به روز
کم شده میره. بله. کمیسیون انتخابات در زمستان باز نمیتونه کارهای خود انجام بده. اینا مکلف مجبور هستن که تا رسیدن زمستان یک سلسله کارهای خود انجام بده. یعنی یک سالی گفتم میتونه تضمین وجود داره که انتخابات سالگرده به گونه شفاف و بدون از تقلب و بدون کدام جنجال برگزار شوه. خب من رقم که خدمت شما عرض کردم شفافیت انتخابات وابسته به تطبیق اصلاحات انتخاباتی تهیه فهرست رای دهنده ها که یکی از موارد عمده در اصلاحات انتخاباتی اگر در صورتی که این همه با وجود نبه فکر میکنید که سال آینده برگزار نخواهد به هیچ وجه انتخابات. به هیچ وجه اگر ما فهرست رای دهنده ها را نداشته باشیم مراکز خیالی که در انتخابات قبلی داشتیم او بازم وجود داشته باشه مراکز و محلات رای دهی در دسترس مردم نباشه بله. این مشکلات اگر وجود داشته باشه قطعا این کمیسیون که هر کمیسیون دیگری هم که شکل بگیره نمیتونن انتخابات شفاف بله. برگزار کنن. آخه سالی ما انتخابات پارلمانی، شورای ولسوالی، ولایت ها و همچنان انتخابات ریاست جمهوری پیش رو داریم. وقت هم خیلی کوتاه. کمیسیون مستقل انتخابات حالا قادر به است که این همه مشکلات که حالا شما یادآور شین این همه رو بر اینقدر وقت کم آماده بسازه تا انتخابات سال آینده برگزار شوه. خب در سال آینده این سرطان 97 1397 اینا زمان انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی را تعیین کردن. اینا اگر دمی زمان تعیین شدن نتونن انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی را به شکل شفافش برگزار کرده بدون شک گفته شما انتخابات میمانه میرم با انتخابات ریاست جمهوری همزمان میشه. یعنی انتخابات هم میمانه، انتخابات ریاست جمهوری هم زمانش میرسه، انتخابات شورای ولایتی هم به هیچ وجه با ظرفیتی که فعلا در کمیسیون وجود داره با مشکلاتی که کمیسیون با او مواجه است کمیسیون قادر نخواهد بود که 4 انتخابات برگزار بکنه. اینا قادر نیستند که 1 انتخابات یا 2 انتخابات برگزار بکنن. اینا چطور میتونن 4 انتخابات در همزمان برگزار بکنن؟ تا هنوز هیچ گونه اقدام اساسی به خاطر برگزاری انتخابات صورت نگرفته و مشکل امنیتی یکی از چالش های دیگه است که در فرارای برگزاری انتخابات خصوصا شورای ولسوالی و شورای ولایتی وجود داره. اینا چی گونه میتونن 4 انتخابات باشه؟ پس آقای سالی گفتم میتونن که بر اساس چی پس این همه آمادگی هایی که صورت نگرفته بر اساس چی انتخابات تاریخش مشخص شد؟ کمیسیون انتخابات متاسفانه برخوردای سلیقوی، برخوردای سطحی نگری داره در مورد انتخابات. اینا شما دعوت بکنین از اعضای محترم کمیسیون انتخابات، اینا در بسیاری موارد خودشان آگاهی ندارند که زمان انتخابات تعیین کردن آیا در این زمان میتونن انتخابات برگزار بکنن. اینا از یک برنامه مشخص ندارن. اگر شما از اینا سوال بکنین که برای خاطر تعیین فهرست رای دهندگان چقدر به چه وقت نیاز دارین، اینا جواب ندارن برای شما. اینا انتخابات فقط به نظر ما، نظر به کارکرد کمیسیون، به نظر ما فقط میخوان فریبکاری بکنن، در چشم مردم خاک بزنن، وعده های میانتهی بر مردم بتن. چون مردم از اساسات برگزاری انتخابات شفاف شاید اکثریت خبر نباشن. اینا میان در رسانه ها ظاهر میشن که ما انتخابات در سرطان 97 برگزار میکنیم و این انتخابات تاکید میکنن سر شفافیتش که ما انتخابات شفاف هم برگزار میکنیم. خب به خاطر از اینکه از هان آمار هم فریب بتن، سیاسیونی که سر صدا میکنن و سیاسیون خاموش شون، اوضاع را به نحو خاموش بسازن، آرام بسازن. اما این یک نوع سطحی نگری است با مسئله انتخابات، یک نوع فریب است که با مردم میکنن و به اهمیتی است که اینا بر انتخابات قائل میشن. انتخابات اساس و مبناست، چنانچه من در مقدمه خدمت شما عرض کردم ما بدون برگزاری انتخابات راه دیگری نداریم. اگر ما انتخابات نداشته باشیم این کشور به بحران میره. چی راه دیگه است برای تعیین زعیم ملی، برای تحکیم قدرت سیاسی؟ هیچ راه دیگری نداریم. اما این کمیسیون انتخابات فقط داره از امتیازات مادی و معنوی استفاده میکنه اعضای کمیسیون، رئیس دارالانشا، و توجه جدی به این اهمیت از این مسئله ندارن. خب میگن ما باز خاطر یک انتخابات مثل 93 برگزار کردیم و هم کسی را که خواستیم. پس رهبران آقای صالحی چرا فشار وارد نمیکنن؟ رهبران سیاسی اینا هم میخوان از کمیسیون انتخابات من حیث یک وسیله استفاده کنن. رهبران حکومت وحدت ملی اگر انتخابات برگزار نشه مثل اعضای فعلی پارلمان به کار خود ادامه میتن. اینا میخوان که کمیسیون در یک مرحله قرار بتن که بازو وقت کمیسیون هم خودشان سر کمیسیون انتقاد بکنن و هم مردم انتقاد بکنن. بله. حالا بله آقای صالحی
پس حالا که مشکلاتی که گفته شد، یکی از حوزه‌های انتخاباتی مشخص نشده، فهرست مشخص نشده، اصلاحات لازم به وجود نامده، پس به خاطر تمویل بودجه انتخابات یا کمیسیون مستقل انتخابات بودجه کافی در دسترس داره؟ خب قرار گزارش هایی که ما از اینا دریافت کردیم از طریق رسانه هم گفتن که ما برای مرحله ارزیابی مراکز رای دهی بودجه داریم، حکومت با ما کمک میکنه و تهیه فهرست رای دهندگان که 60 چند میلیون دلار گفتن کوره هم امرایشون کمک میشه دارن، اما سایر مصارفی که برای خود مرحله عملیاتی انتخابات بر روز رای دهی بر از این موارد کار از صورت هنوز دریافت نکردن و تا زمانی که من فکر میکنم تا زمانی که اینا برنامه مشخص نداشته باشن از پول دست داشته خودم درست استفاده کردن میتونن، مشکلات هم حل کردن میتونن و شاید مشکلاتی که در پروسه باشه باعث بی‌اعتمادی یک تعداد از کشورها شوه که دونر هستن، حمایت میکنن، تمویل مالی دارن پروسه را و اینا نتونن با سو مصارف انتخاباتی را به دست بیارن. یعنی حکومت تلاشی کرده به خاطر تمویل بودجه انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها؟ خب تا یعنی مصارف عمومی انتخابات حکومت نمیتونه پرداخت بکنه. قرار چقدر حالا که جامعه جهانی حمیت اعلام کرده چقدر میتونن که به خاطر تمویل بودجه انتخابات کار را انجام بدن؟ جامعه جهانی میتونن که تمویل بکنن انتخابات ما را، چنانچه در انتخابات قبلی ما را هم اینا تمویل کردن، بودجهش مکمل از دولت‌های خارجی از نهادهای خارجی بود. اینا باز هم میتونن انتخابات تمویل بکنن، اما تقاضای ما است که اگر تمویل میکنن در پیش از اینکه پروسه را تمویل میکنن یا حمایت میکنن از کمیسیون حمایت مالی، همکاری تکنیکی با این کمیسیون داشته باشن، این کمیسیون برای راست هدایت بکنن تا عموم انتخابات را بتونن برگزار بکنن که در او رای مردم سرنوشت ساز باشه. اینا جامعه جهانی بدون شک میتونه حمایت بکنه، اما اگر باز حمایت میکنه به یک انتخابات تقلب زار، یک انتخابات کمیسیونی را که او باز دست میزنه به تقلبات سازمان یافته، خب نتیجه چی خواهد شد؟ نتیجه این بدبختی است که ما میبینیم بیشتر از سه سال حکومت وحدت ملی گذشت، مردم بیشتر از پیش بدبخت شدن، هیچ کدام کار اساسی صورت نگرفت. باز اینا میخوان این رقم یک انتخابات برگزار کنن، باز ایده انتخابات خود دو نفر هم مطرح نیست که اگه حکومت وحدت ملی جور کنن، این 2000 نفری که باز کاندید میباشن به شورای ملی، 2000 دیگه هم به شورای ولسوالی، چه گونه اینا حل میکنن مشکلات شده اگر در انتخابات بعدی ما اینا مشکلات ایجاد شد؟ جامعه جهانی از چه نوع حمایت را اعلام کرده به خاطر برگزار انتخابات؟ خب اینا حمایت مالی را اعلام میکنن، حمایت مالی که ما پول پرداخت میکنیم بر تکمیل مراحل انتخاباتی شما، اما بر علاوه تمویل مالی ما نیاز به حمایت تکنیکی هم داریم. بله. کمیسیون انتخابات متاسفانه با عدم شفافیت کاری فعلا مواجه است، کارایشان صورت یک تعداد کارهایی را که انجام میتن شفاف نیست. ما من حیث یک نهاد ناظر از بسیاری فعالیت های از اینا آگاهی پیدا نمیکنیم تا ای که تکمیل میشه کار. مثلا اینا طرز العمل ساختن برای ارزیابی مراکز رای دهی، او طرز العمل بعد از اینکه تکمیل شد اینا رفتن برای تطبیقش با ما شریک ساختن. خب ما هم طرز العمل تهیه شده که در او ده ها مشکل وجود داره، بعد از اینکه شما او را در ساحل عمل تطبیق کردین رفتین بسا، باز ما او را چی کنیم؟ چرا شما در وقتی که جلسه را به خاطر تهیه طرز عمل می داشته باشین از نهادهای متخصص و ناظر انتخاباتی دعوت میکنین؟ چرا شما در مورد حوزه های انتخاباتی تصمیم میگیرین، گزارش تهیه میکنین، بعد از اینکه تصمیمتان گرفته شد گزارش تهیه کردین به حکومت فرستادین، یک کار خلاف قانون اساسی، قانون انتخابات و استقلالیت کمیسیون انجام دادین، بعد از او با نهادها را خبر میکنین و جلسات مشورتی را دایر میکنین، مشوره ها را هم نمیپذیرین؟ این مشکلات است کمیسیون داره، جامعه جهانی فشار بر بالای کمیسیون که اینا کارایشان شفاف شود، اما هنگی بیشتر داشته باشن، اطلاع رسانی دقیق داشته باشن برای مردم، همچنان اینا را حمایت بکنه در ساختن طرز العمل های ملی. آقای صالحی، چی چیز شفافیت انتخابات را تضمین کرده میتونه؟ شفافیت انتخابات، خب من در ابتدا هم خدمت شما عرض کردم که تطبیق اصلاحات انتخاباتی و شفافیت خودش مفهومش ایست که همین کارهایی که در پروسه انتخابات، روند انتخابات می باشه انجام میشه، این از انظار مردم، از انظار رسانه ها، اشخاص زی دخل و زیرب پنهان نباشه. خب ما من حیث نهاد ناظر باید بر ما زمینی نظارت درست
مهیا شود که از مراحل مختلف کاری کمیسیون و انتخابات نظارت داشته باشیم، بر ناظرین کاندیداها، بر شهروندان زمینه درست یا برابر رای دهی، بر کاندیداها امکانات مساوی کاندیداتوری مساعد شود و اصلاحات انتخاباتی تطبیق شود. ببینین وقتی که لیست رای دهنده را ما داشته باشیم، هر فرد به یک محل رای دهی ارتباط داده شود، لیست پیش ناظرین هم باشه، پیش مشاهدین هم باشه و هر یک فرد نتونه که بیش از یک بار رای بدهی، خودش در شفافیت انتخابات کمک بکنه. مسئله جمع‌آوری و انتقال نتایج، وقتی که پروسه جمع‌آوری نتایج و انتقال از این به مرکز شفاف باشه، خودش در شفافیت انتخابات کمک میکنه. شما باید دارین که نتایج انتخابات قبلی کمیسیون داشت، اما مردم آگاه نبودن، در اون نتایج دستکاری میشد، هر مرحله که میخواستن جمع‌آوری میکردن معلومات نتایج، اما مردم اطلاع نداشت، بازار به دلخواه خود کوره دستکاری میکردن، بعد از نشر میشد. اینی موارد که اصلاح شود، انتخابات شفاف میسود. بله. آخه سالی در گذشته ها گفته های وجود داشت که کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیت نداره و در کارکردهای دخالت های وجود داره. پس چگونه کمیسیون مستقل انتخابات واقعا استقلالیت نداره، چون که نهادهای نظر همچنان گفته بودن؟ بله، کمیسیون استقلالیت هم شاخص هایی که برای استقلالیت کمیسیون وجود داره چی است؟ کمیسیون انتخابات باید تصمیم گیرنده در امور انتخاباتی خودش باشه، در مصرف بودجه خود مستقلانه عمل بتانه بکنه، استخدام کارمندان را بتانه خودشان استخدام بکنن، از طرف افراد اشخاص معرفی نشه. اینی شاخصه های عمده است که در استقلالیت کمیسیون بر مردم توضیح میکنه، آشکار میسازه. ما که میگیم کمیسیون انتخابات استقلالیت زیر سوال است، به خاطر از اینکه افراد اشخاص در کار کمیسیون مداخله میکنن، سرنوشت حوزه انتخاباتی که اصالت کمیسیون است از طرف حکومت در موردش تصمیم گرفته میشه. در موارد تهیه طرز العمل ها و استخدام افراد دائمی و افراد موقت، سیاسیون داخل نظام و بیرون نظام مداخله میکنن، اعضای کمیسیون انتخابات به نفع یک تعدادشان. خب دلیلش در چی است که دخالت های وجود داره آقای سالی گفته میتونید؟ عدم پابندی به اصول و برزش هایی که اینا از او صحبت میکنن. یک چند نفر آمده در رأس حکومت از دموکراسی صحبت میکنن، اما هیچ اعتقاد به دموکراسی ندارن. از انتخابات شفاف صحبت میکنن، اعضای کمیسیون اعتقاد به انتخابات شفاف ندارن. اینمی عدم اعتقاد و باور و تعهد به آنچه که اینا میگن، خودش باعث از این میشه که در کار کمیسیون مداخله وجود داشته باشه. کمیسیون مطابق ماده 156 قانون اساسی کمیسیون مستقل است. ما مدل مستقل کمیسیون انتخابات داریم، اما حکومت در کارش مداخله میکنن. نمونه های مداخله حکومت هم زیاد داریم. شما ببینین وقتی که در دارالانشا اینا رئیس دارالانشا را انتخاب میکردن، در کار کمیسیون مداخله کردن، کمیسیون 3 نفر لیستش روان کرد، حکومت نپذیرفت که شما 6 نفر دیگر هم معرفی بکنین، بدل خواه خود کار میکنن. یعنی باور ندارن به ماده 156 قانون اساسی را تطبیق نمیکنن، با وجودی که مسئولیت ریاست حکومت است. پس چگونه میتونه که کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیت خود را حفظ کنه؟ کمیسیون انتخابات میتونه که خودشان اگر در کار به طرفی خود حفظ بکنن، به نفع شخص یا به ضرر شخص کار نکنن، مطابق قانون و اصول کار بکنن، برای دموکراسی، برای تامین برگزاری انتخابات شفاف کار بکنن، هرگاه مداخله در کارشان صورت میگیره، او را با مردم شریک بسازن. خب ما فعلا هم انتقاد از مداخله حکومت داریم و هم از عدم بی طرفی اعضای کمیسیون. هرگاه کمیسیون انتخابات اعضایش به طرفی خود حفظ بکنه و مداخله حکومت افشا بسازه، ما جدا و 100% حمایت میکنیم از کمیسیون انتخابات. دائما که در جلسات، در این نشست های رسانه‌ای، در همه موارد بالای حکومت انتقاد میکنیم و نهادهای مختلف میتونه فشار بره بالای حکومت که مداخله نکنن در کارشان. متاسفانه خود نمک گندیده. وقتی که کمیسیون انتخابات حفظ استقلالیت کردن تانه، به طرفی خود را حفظ کردن تانه، به نفع ضرر اشخاص کار بکنه، خب حکومت خب بدون شک میخواد که در کمیسیون مداخله داشته باشه و قدرت خود را حفظ بکنه، یا اعمال قدرت بکنه، یا آنچه به نفعش است از طریق کمیسیون را به دست بیاره. پس حالا که جامعه جهانی حمیت خود را اعلام کرده، از حمیت جامعه جهانی چگونه استفاده شود؟ در کدام بخش ها خواستاری شوند که تا بیشتر همکار باشد جامعه جهانی؟ خب که جامعه جهانی هم در قسمت تامین امنیت انتخابات، هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ مالی، باید کمیسیون انتخابات حمایت بکنه و از طرف دیگه بالای حکومت فشار بیارن که
در کار کمیسیون مداخله نکنه، زمینه تقلبات سازمان یافته را یا ارتکاب تقلبات سازمان یافته را برای نه برای کمیسیون، نه برای خود، نه برای سایر افراد مخالف. آقای سلی، در گزارش ها گفته میشد که توزیع تذکره های الکترونیکی، توزیع شناسنامه برقی به خاطر شفافیت برگزاری انتخابات، این میتونه شفافیت انتخابات را تضمین کنه؟ بدون شک تذکره های برقی در بسیاری از موارد غیر از انتخابات هم میتونه ما شما را کمک بکنه. در بخش انتخابات، در قسمت انتخابات ما میتونستیم که فهرست رای دهنده ها را بر روی تذکره الکترونیک تهیه بکنیم و اینمی یک سند باشه، سند هویت برای ما که ما در او در انتخابات هم از او استفاده بکنیم. اما این تذکره های برقی متاسفانه توزیع نشد بنابر مشکلات سیاسی که داشت. حالا بدیلش هم ما داریم، میتونیم که بدیلش نداشته باشیم. این به این مفهوم نیست که اگر ما تذکره های برقی را حکومت نتونست توزیع کنه دیگه ما نمیتونیم شفافیت انتخابات تامین بکنیم یا فهرست رای دهنده ها را تهیه کنیم. شناسنامه برقی توزیع نخواهد شد؟ اگر توزیع هم شود ما نمیتونیم در انتخابات از او استفاده بکنیم، یعنی کمیسیون نمیتونه از او استفاده بکنه. یکی خطا زمان برگزاری انتخابات تمام واجدین شرایط رای دهی نمیتونه تذکره به دست بیاره نظر به اظهارات نهادهای مربوطهشان. از طرف دیگه ما بدیلش هم داریم، یعنی تشویش از این نداشته باشیم، میتونیم با از تذکرهای کاغذی استفاده شوه، فهرست رای دهنده تهیه شوه، این فهرست رای دهنده به سطح بالا بسیار زیاد میتونه شفافیت انتخابات تامین بکنه. و مشکل عمده دیگه که وجود داره از تقلبات است که سازمان یافته از طرف اعضای کمیسیون یعنی انجام میشه. وقتی که ما فهرست رای دهنده را داشته باشیم یک محل مشخص باشه که در این محل 100 نفر میتونه رای بده از او بالاتر نه و 100 نفر هم لستشان است، کمیسیون چیگونه میتونه از او محل 10 صندوق پر کرده باز بیاره یا 1000 رای بیاره یا 2000 رای بیاره؟ خب مشخص است به اندازه رای دهنده ها در اوج صندوق ورق رای دهی میره و تمام وسایل امکاناتش به اندازه افراد. بله، اگر آقای سالی جنبندی داشته باشیم، حالا با توجه به این چالش هایی که شما یادآور شدین، انتخابات به گونه شفاف و به دور از تقلب برگزار خواهد شد سال آینده در تاریخی که البته مشخص شده انتخابات برگزاری، امید وجود داره؟ اگر کمیسیون در کارکردش تغییر وارد نکنه و به می شکل که حال روان است به می شکل روان باشه، نخیر، ما شاید برگزاری انتخابات شفاف نخواهیم بود. اگر کمیسیون انتخابات در کارکردش تغییرات وارد بکنه، برن به طرف تطبیق اساسی اصلاحات انتخاباتی، بله کار شفاف سازی انتخابات یک کار مشکل نیست. چیزی که ما میخوایم در قسمت آخر بگویم این است که شفافیت انتخابات مردم ما، مردم شریف ما اطراف فکر نکنن که ما یعنی هیچ امکان نداره که ما انتخابات شفاف داشته باشیم. امکان داره، به شرطی که کمیسیون در کارکردش تغییر وارد بکنه. یک جان سباز. سپاسگزارم از شما رحمت الله صالحی، عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، از حضورتان بر بس امروز برنامه آغاز روز یک جهان سباز. و سپاس از شما همچنان که بیننده لحظات برنامه آغاز روز بودید. آغاز روز هم همینجا به پایان رسید.